خانم شادیار عمرانی سخنران امشب ما در کانون دوستداران فرهنگ ایران هستند که عنوان سخنرانی ایشان اعتصاب کارگران شرکت نفت و چشم‌انداز. برای آشنایی با خانم شادیار عمرانی من بیوگرافی ایشون رو براتون میخونم. ایشان کارشناس ارشد علوم میان رشته‌ای، جامعه شناسی فرهنگ و جغرافیای انسانی از دانشگاه واشنگتن هستند. همچنین ایشان روزنامه نگار، پژوهشگر و شاعر و نیز فعال حقوق زنان و اقلیت‌های اجتماعی باشند. ایشان از اعضای بنیانگذار شبکه مردان علیه خشونت‌های ناموسی است و همچنین از اعضای انجمن قلم ایران در تبعید و کانون نویسندگان ایران در تبعید. ایشان عضو انجمن جغرافی دانان امریکا و همچنین عضو انجمن مطالعات خاورمیانه و عضو انجمن مطالعات میان رشته‌ای و عضو انجمن ملی مطالعات زنان امریکا. بنا به گفته خودشون، حیطه تخصصی من خاورمیانه، جنبش‌های خاورمیانه، مهاجرت‌ها، تشکیل جوامع قومی و ژئوپلیتیک در خاورمیانه به خصوص در لبنان، ایران، عراق و یمن است. من خودم را یک فمینیست و اکتیویست اکادمیسیان معرفی می کنم که با لنز پسا استعماری ابولیشن یا همون براندازی باشه و اینترسکشنال یا در فارسی به معنی میانبرشی اکادمیا را در خدمت جنبش های مدنی و زیر ساختی جامعه ملزم می دانم. تمام تحقیقات و فعالیت های روزنامه نگاری هم همواره پلی بوده بین حضور سازمانده و راهبر شبکه‌ای در جامعه و تولید دانش و تحقیقات در سطح اکادمیک نشد. از خانم شادیار عمرانی درخواست میکنیم که سخنرانی خودتون رو شروع بفرمایید. خیلی ممنون. ممنونم شکوفه عزیز. همچنین تشکر میکنم از کانون دوستداران فرهنگ ایران و خوشحالم که دوباره در کنار شما هستم و امیدوارم که صحبتهایی که امروز میکنیم تهش وقتی که تموم میشه بگیم که با دست پر رفتیم، یعنی فقط یه گزارشی نباشه از اتفاق بزرگی که ایران طی این 3 ماه 4 ماه گذشته شاهدش بوده. اتفاقی که کم نظیر بود، هم به دلیل گستردگی، هم به دلیل تعداد کسانی که در این جنبش شرکت داشتن و تأثیراتی که همزمان بر جامعه ایران گذاشت و هم از این حیث که نوع تشکلیابیش با اون انواعی که ما قبلا شاهد بودیم متفاوت بود. ما داریم در مورد اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی صحبت میکنیم، نه کارگران رسمی بلکه کارگران پیمانی و قرارداد. همین مسئله شاید بگم نقطه آغاز، پیدایش و نقطه تمیزش از بقیه اعتصاباتی بود که ما تا به حال شاهدش بودیم و سوالات زیادی رو برانگیخته کرد. من در کنار چند تا از رفقا و دوستان و فعالانی که بودن سعی کردیم که کلاب‌هاوس رو داشته باشیم و بیشتر از 58 روز نتونستیم ازش بیشتر از این حتی ادامه بدیم، حتی برای خبررسانی، و امروز که دارم صحبت میکنم بیش از 100 روزه که این اعتصابات ادامه پیدا کرده و واقعا قدرت زیادی رو حتما بوده و هست و در جریان، چیزی که سوالای خیلی ها رو به سوال واداشت. ما تا این 58 روز مهمانانی که داشتیم از آدم‌هایی که به هر حال در این کارها تخصص داشتن، فعالان سیاسی بودن، فعالان کارگری بودن، از چپ راست، سندیکایی،
جنبش های دیگه که موجود بود می آمدن و سوال های زیادی براشون مطرح بود که چه اتفاقی داره می افته. و نقطه شاید این سوال همین بود که ما در مورد کارگرانی داریم صحبت میکنیم که این کارگران با قرارداد، آن هم قرارداد های ندائم، قرارداد های موقت، از طریق پیمانکارانی که این پیمانکاران خودشون شرکت های کوچکتری هم در دل شرکت های بزرگتر و اون شرکت های بزرگتر هم در دل دو یا سه تا شرکت پیمانکاری یا هلدینگ بزرگ قرار داشتن و اون هلدینگ های بزرگ هم همه نشأت گرفته از یک پروسه بودن که حالا یا از سپاه اومده بودن بیرون یا از سازمان های دولتی اومده بودن. بعضی از فرمانداری ها می دیدیم که اعضای فرمانداری ها در این هلدینگ ها حضور دارن. به هر حال یه پروسه از دولتی به خصوصی طی می شد تا به این پایین می رسید که به کارگری می رسید که اغلب کارگران در واقع متخصص بودن، کارگرانی که تخصصشون تنها به اندازه تعداد روزایی که توی اون قرارداد نوشته براشون تضمین کننده کارشون بود متاسفانه. این در حالیه که ما کارگران رسمی شرکت نفت رو هم داشتیم که قرار بود بپیوندن به این کارگران پیمانی. کارگران پیمانی از حقوق و مزایای زیادی برخوردار نیستند و همواره مورد این تهدید هستند که امروز کار دارن و کارگر به حساب بیان و فردا از زمره کارگر بیرون برند فقط به خاطر اینکه کارشون رو از دست دادن و ما در اصطلاح آکادمیک بهش میگیم underclass شدن یا زیر طبقه قرار گرفتن، در واقع کارگران بیکار شده رو بهشون در واقع اطلاق میکنن. خب اینها نقطه قوتشون میتونه زمانی باشه که کارگران رسمی که عموماً روی سکوها و اصل در واقع حیات صنعت نفت دست اونها بود، در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم شیر نفت، اون شیر نفتی که بعد بسته بشه، چیزی که در سال 1979 در سال 1357 اتفاق افتاد و باعث انقلاب شد، دست کارگران رسمی هست و این کارگران رسمی خیلی مهم بود که بپیوندند به این کارگران قرار دادی. نوم تیر ماه قرار بود، اگه اشتباه نکنم تاریخ خود، چون تاریخ خود ما تبدیل میکنیم از میلادی به شمسی، ممکنه یکی دو روز اشتباه بکنم، ولی فکر میکنم نوم تیر ماه بود که قرار بود که کارگران رسمی هم بپیوندند. اتفاقاتی افتاد که کارگران رسمی نپیوستند. در مورد اینا میخوام صحبت بکنیم. چرا کارگران پیمانی، چرا اینقدر وسعتشون زیاد و چرا اینقدر مسئله در این سطح وسیع دغدغه بخشی از کارگرانی که قاعدتا باید به خاطر طبقشون و به خاطر نوع کاری که میکنن و محیط کاریشون خودشون رو در واقع هم سرنوشت بدونن با رفقای پیمانیشون، این ارتباط مقدار ارتباط تنگاتنگی نبود و حمایت اونها رو به اونجوری که میشد در واقع اعتصاب سراسری را بندازن این کارگران، روز یکی دو تا از فازها بقیه نیومدن. چرا این چراها رو ما باید پاسخ بدیم؟ امروز بعد از اینکه این چراها رو پاسخ میدیم، من در مورد نقاط قوتی که در واقع ما در این روش خاص سازماندهی دیدیم صحبت می‌کنم. همچنین در مورد فکر می‌کنم فرصت و وقت این رسیده امروز که نقدهایی هم داشته باشیم به این مسیری که طی شد و کجا میتونست طور دیگه اتفاق بیفته و نتیجه بگیریم. در بخش اول چی شد که کارگرای پیمانی، ببینید یک گزاره هست که خیلی ها باش مخالفن، خیلی از کسانی که اهل آکادمیسیان هم هستن، اهل علم هستن، هنوز توافق ندارن که ایران به سمت سیاست های نولیبرالی داره میره، سر این بحث میکنن.
در مورد نولیبرالیسم دائما داریم باز تعریف میکنیم این رو و هر کسی از زن خود دار میشه، یعنی واقعا در بین متخصصین هم اتفاق نظر نیستش که سرمایه داری در ایران چه سیاست هایی رو داره در بازار پیاده میکنه. من وقتی که صحبت از من فکر میکنم این اتفاق یک واقعیت دارای دیتا و مشخص و ملموسی بود از اون چیزی که صحبت از بازار آزاد و خصوصی سازی در عصر نولیبرالیسم ازش به میاد. خیلی از این دعواها و دیبیت های در واقع آکادمیک رو شاید میشد بگیم پایان میداد، یعنی خیلی ساعت خیلی ابجکتیو جلو چشم ما می آورد. ما در مورد خیلی عظیم نزدیک به 90 خودی نزدیک 100 هزار کارگر، حالا این حساب کنی یه سری رفتن برگشتن سر کار، یه سری برنگشتن، در جاهای مختلفی در ایران بودن، همشون فقط در جنوب نبودن، در جاهای دیگه هم بودن، از اصلیه بگیرین تا به ایزه برید و جاهای دیگه. این جمعیت کثیر، اینها نبض اقتصادی کشور که هنوز که هنوزه نفت و پتروشیمی اساس در واقع درآمدهای ارزی رو برای اون کشور بر مقام میاره و پایه اقتصادیش از دستشونه و اینها با قراردادهای بی سر و ته، خیلی بی سر و ته که هر جوری میتونه پیمانکار ازش استفاده بکنه میرن سر کار و بعد رها میشن، ممکنه برگردن، بستگی داره که اون پروژه مثلا پروژه برادری که در کنارش هست بخواد اینها رو برگردونه نگردونه. خیلی سواله که ما در مورد نفتی که ملی شده در این کشور و یک مسیر ضد استعماری رو طی کرده و افتخاریه که برای این کشور به ارمغان اومد، حالا میبینیم که داره خصوصی میشه، پای شرکت ها و آدم ها حتی درش باز میشه و چگونه میتونه بازاری که هنوز مقدار زیادیش کنترل این بازار دست دولته در مالکیتش بیفته دست هولدینگ های خصوصی یا حتی افراد و چرا ناراحتن؟ آیا اینها مثلا مثل هفته پیش که صحبت سر این بود که خصوصی سازی تموم بشه و اینها، آیا اینا دنبال نن که فقط قراردادشون از زیر دست این شرکت های خصوصی بیاد بیرون و بره مثلا زیر دست شرکت، بره زیر دست دولت، آیا فقط اینو میخواد؟ مطالباتی که بیرون اومده بود صحبت از مطالبات صنفی میکرد بیشتر، مثلا دستمزدشون که خب دستمزدشون نسبت به کاری که انجام میدادن و چون قرار داده بود خیلی کمه و خواسته بودن که دستمزدشون افزایش پیدا بکنه، اون سختی کار شامل حالشون بشه که در اون صورت 20 روز کار و 10 روز مرخصی بود برای کسی که در اصلیه در جاهای اونطوری کار میکردن، به خصوص خیلی مهم بود چون مجبور بودن که رفت آمد بکنن به شهر خودشون و این 10 روز کافی هم حتی نیست برای اینکه بتونن این کار انجام بدن. شرایط خوابگاه ها بود، شرایط غذایی بود، هرچی پیشتر رفتن مطالبات بیشتر بود، ولی چیزی که همه اینها رو در بر میگرفت این بود که اینها با پیمانکاران خصوصیشون میدونستن که نمیتونن به هیچ کدوم از این مطالبات دست پیدا بکنن. مسئله اینه که این روش ها درست جمهوری اسلامی هنوز به نظر من در یک جایگاه به قول انگلیس ها بیبی استپس، یک گام های کوچیکی در واقع داره برمیداره به سمت جهانی سازی و با فضای ضد خودش که در سطح جهانی دشمنان زیادی داره و تحریم ها و اینها، مسیرش در جهانی سازی خیلی مسیر صاف و همواری نیست، اما همچنانی مثل هر کشور دیگه و مثل هر سرزمین دیگه که خواسته به سمت خصوصی سازی هم بازار هم منابع بره،
یه سری سیاست های نولیبرالی رو اعمال کرد، از تبلیغات شدید به سمت فردگرایی گرفته تا یعنی از لحاظ فرهنگی این کار کرده تا بزرگ کردن شهرها و یک گستره از شهرنشینی آپارتمان نشینی، کوچیک کردن، سلولی کردن جامعه، از بین بردن تشکلات در واقع مدنی گرفته تا در بخش بازار که ما این رو مشخصا از بعد از جنگ، البته مقدماتش حتی قبل از اون هم بود، ولی بعد از جنگ از زمان هاشمی رفسنجانی که پلن 5 ساله میداد، این قواعدی که بخواد دولت رو کوچیک بکنه، سهامی عام رو با سهامی خاص به سمت سهامی خاص ببره و بعد بحث خصوصی سازی، کوچیک شدن دولت حتی در زمان احمدی نژاد، و به امروز میرسیم که تقریبا بخش خیلی کوچیکی از صنعت نفته که زیر مجموعه دولت قرار داره و همش به شرکت‌های خصوصی، فارغ از اینکه این آدم که در اونجا به عنوان مثلا دبیر یا رئیس یا رئیس هیئت امنا یا هر چی چه ارتباط سیاسی داره با دولت، با حکومت، یا این نمیخوام سراغ اون برم، مشخصا مالکش مالک خصوصیه، یعنی مالک دولتی نیست، مالکیت دولتی نداره و در نتیجهش ما موقت سازی نیروی کار رو داریم و چنان گسترده است که شما فقط در واقع یک قلمش رو شاهدش بودید که کارگران پیمانی صنعت نفت بودن، در صنایع دیگه و حتی در آموزش همین اتفاق میفته. نتیجتا زمانی که این اعتصابات شروع شد، ما همزمانش دیدیم که در هفته اپه هم دوباره اعتصابات و اعتراضات شروع شد، معلمان و بازنشستگان هم پیوستن و کارگران شهرداری پیوستن و یه در واقع فصل مشترکی بین همه اینا بود، از موقت سازی نیروی کار که بی حقوق می شد و دائما نگران این بود که حتی بتونه در طبقه خودش باقی بمونه، چه برسته که بخواد شرایطش رو بهتر بکنه، در تمام اینها مشترک بوده و هست. با همچین پدیده ای اتفاقی بود که باید مورد در واقع باید حدش رو میزدیم که اتفاق بیفته، اما شکل شمال دیگه پیدا کردم که بهتون گفتم، ما انگار دیدیم که در بین طبقه کارگر که در واقع در یک سکشن، در یک بخش اقتصادی هم دارن کار میکنن، بعضا حتی در یک جغرافیا و در یک کارخونه و در یک فاز حتی ممکن بود که کار بکنه، در بین اینها هم ما انگار یک طبقاتی موجود شده و کارگران رسمی کارگرانی هستن که مهمترین بخش صنعت نفت دستشونه، عموما تحصیلات بالایی هم دارن یا مهارت‌های خیلی بالایی دارن و زمانی که اونها هم می‌خواستن به بقیه رفقاشون و همکارانشون بپیوندن، خیلی سریع دولتی که قبل از این هیچ واکنشی نسبت به پیمانی‌ها نداده بود، واکنش نشون داد، یک جلسه برگزار کردن، از مجلس اگه اشتباه نکنم نماینده سپاه بود و یه تعداد دوره هم نشستن، یک بیانیه شب قبلش بیرون دادن که یه خود هم لحن تهدیدآمیز داشت و کاملا این جمعیت از کارگران رو به عنوان انگار طبقه بالاتر از کارگرانی که اون زمان پیمانی بودن قرار میداد و با حالت تهدید که اینها برمیگردن سر کارشون و به این اعتصابات نمیپیوند. این اتفاق یه اتفاق واقعی بود و برای خیلی از کسایی که کنشگران حقوق کارگران بودن عجیب بود، چون دائما صحبت از وحدت طبقاتی میشد و اینکه کارگران صرف نظر از اینکه چه نوع کارگری هستن، همین که دستمزد میگیرن، کار مزدی انجام میدن و کارشون رو میفروشن، پس فارغ از اینکه اهل کجا هستن، چه نشنالیتی دارند و و و و چون در یک طبقه هستن پس هم سرنوشتی، پس چی شد؟ چرا این در واقع به این
اتحاد حتی درون طبقه به وجود نیومد، چه برسه که بخواد ما بگیم که فرا طبقاتی بیان به یک اتحاد برسه. مسئله سر همون اشرافیگری بود، یعنی در واقع پروسه پیاده کردن اون سیاست ها و پالیسی هایی که اصطلاحا بهش میگیم نولیبرالی یا بازار و آزادی و خصوصی کردن و موقت کردن و کوچیک کردن عناصر اجتماعی، اولین چیزی که به شدت نشون میده و تأثیر میذاره رو تشکلیابی طبقه کارگر اینه که در خود طبقه هم میاد و انگار که طبقه دیگری رو در اون میسازه و اجزای این طبقه رو به خاطر شرایطی که دارن در مقابل هم قرار میده و در خیلی از جاها حتی این اتحاد رو ناممکن میکنه، یعنی در واقع حیات یک بخش از همون طبقه کارگر در برابر دیگری قرار میگیره. مدل های مختلف این رو ما پیشتر و همین الان هم در جهان میبینیم، مثلا مسئله مهاجرت که بارها و بارها شده که کارگران مهاجر رو در مقابل خودشون در مقابل کارگران بومی قرار دادن یا دیدن مورد آزار نژادی بعضا قرار گرفتن، یا در همین ایالات متحده آمریکا سالیان سال دهه‌های طولانی حداقل از زمانی که تشکلات کارگری شکل میگیره تا زمانی که این تشکلات بتونن بپذیرن که کارگرانی که تا دیروز بردگان بودن و حالا آزاد شدن و به جمعیت کارگران موزی رسیدن، یعنی در واقع آفریقایی تبارها و سیاهان هم طبقه خودشون هستن و اینها رقیبان اینها در کار نیستن. در اصل نولیبرالیسم این یک نه فقط ایده بلکه یک بخشی از مشاهده زیستی طبقه کارگره که فقط به خاطر این نیستش که نجات پرست است یا غیر و زاله که در این خصومت ممکنه یا در این تضاد بهتر بگم بجایتونن قرار بگیره در مقابل هم طبقه خودش، بلکه شرایطش این را ایجاب میکنه. این اتفاق دیگه افتاد که اتفاق خوبی بود در اون زمان، در عکس این که ما این فاصله بین پیمانی و رسمی رو میدیدیم، ما اتفاق اعتراضات رو دیدیم که در بحبوه این اعتصابات رخ میده. جالبی این اعتراضات که در اول در بخش در واقع مناطق عرب نشین خوزستان اتفاق میفته و بعد گسترده تر میشه کل خوزستان و بعد بخشایی از بختیاری ها، لور ها، آذربایجانی ها، ترک ها و ارزم بزرگ حتی در اصفهان و تهران میپیوندن و خیلی گسترده میشه به حمایت از در واقع معترضان. نکته جالب اینه که در واقع اونهایی که دارن اعتراض میکنن تقریبا همین کارگران موقت شده این بیشترشون اغلبشون که فقط مسئلهشون الان دیگه موقت سازی تو محیط کار نیست، دارن فریاد میزنن که ما یک زیست بیرون از اینجا هم داریم، طبقه کارگر فقط یک مهره و تسمه نیستش که فقط تو محیط کار معنی پیدا بکنه، بیرون از اینجا هم هست و مسئله آب رو داره، یعنی آب حیات نداره که بخوره، زندگیش از بین رفته در اثر همین توسعه هایی که در طی این مدت در ایران بیرویه هم اتفاق افتاده، پول عظیم رو خوش کرده، منابع طبیعی رو از بین برده، زیست اون مردمان رو از بین برده، اونها رو آواره کرده و حتی ادبیات پروپاگاندایی جمهوری اسلامی هم کمک کرده که حتی یک نگاه ریسیستی هم نسبت به این آدم ها به خاطر حالا مذهبشون یا به خاطر مسئله مذهب اینجا شاید مطرح هست، برای قومیتشون این حس ریسیستی هم موجود باشه و این اتفاق خیلی مهمی بود از این لحاظ که به شخص وقتی من در مورد جنبش ها تحقیق میکنم جایی که این جنبش ها به هم میرسند اون نقطه تلاقی واقعی زیستیه که من روی اون نگاه میکنم و این رو به وضوح میدیدم در این جا در این نقطه
در واقع اعتصابات و اعتراضات یک نقطه مشترک داشتن و نقطه مشترک آن چیزی بود که در واقع تمرد و یک اعتراض اجتماعی رو در بر داشت. این جمع این تضاد به یک اتفاق بیش از مقاومت بلکه اعتراض و تعرض در جامعه پیش رفته بود و این نقطه قوت این اعتراضات بود و اعتصابات بود در کنار هم. اما حالا ما از نقاط قوت گفتیم، بریم ببینیم که آیا نقاط ضعفی هم داشت. میگم ما خیلی سورپرایز شده بود، خیلی کارا اتفاق میفته که شبیهش رو قبلا ندیده بودیم. اولین مسئله، مسئله تشکل بود در مورد این اعتصابات. نوع سازماندهی نبود که ما در عرف پیش از این میشناختیم. ما سندیکاها رو میشناختیم، اتحادیه‌ها رو میشناختیم، حتی مدلی که مجمع عمومی برگزار شد شبیه اون چیزی نبود که ما در مجمع عمومی که مثلا در کارخانجات، مثلا در فولاد یا در هفت‌تپه میدیدیم. اتفاقات عجیب بود. به نظر میاد که در واقع من میتونم در 4 سطر این رو توضیح بدم که چرا اینطوری بود و چه شکلی بود و کجاش نقطه قوت و نقطه ضعفش بود. اولین چیز این بود که به نظر میومد، چون بار اول نبود که این اتفاق افتاد، این سال دومی بود که در واقع داشت این اعتصابات شکل میگرفت، به نظر میومد که سازماندهان سعی کرده بودن که راهی رو پیدا بکنن در مقابل عوارضی که موقت سازی کار براشون داشته. یعنی چی؟ یعنی شما فکر میکنید که یه کارگری رفیق شماست و هم پروژه‌ای شماست و امروز با شما اومده سر کار، به هر علتی میتونست که این قراردادش یا ملغا بشه یا تمدید نشه و زودتر از شما از اون محیط کار بیرون بره. یعنی این خیلی سخت میکرد که شما بخواییم به یک سندیکایی رو تشکیل بدید برای نیروی کاری که میاد داخل یه مدت کوتاهی کار میکنه و میره بیرون، شاید برگرده ولی هیچ تضمینی برای بازگشتش نیست و این ضعف سندیکایی، ضعف شاید متعارفی برای این فنه بماند که ضعف سرکوب با هم داشتیم. فراموش نکنیم که اولین روز این اعتصابات شکل میگیره دقیقا فردا روز انتخاباته و 29 خرداد ماه اگه اشتباه نکنم این شکل میگیره و جامعه به شدت ترسیده، رئیسی قراره بیا سر کار، روحانی که در واقع گل کاشته بوده قبلا و کسی هم امیدی هم نداره به اینکه رئیسی که با یک پرونده از پرونده سیاهی که داره میاد و به نظرم میاد غیر از اون کار، یعنی غیر از اعدام، شاید هیچ پلتفرم جدیدی هم نداشته باشه برای چیز کاری بتونه انجام بده. در این شرایطی که سرکوب میتونست کاملا اینها رو از بین ببره و صندوق، مثلا مدل هایی که صندوق های کارگری قبلا بود، ما اینا رو نمیدیدیم. ما حتی عناصری که پشتش بودن، مثلا کارگرانی که حالا دارن سازماندهی میکنن، هیچ کدوم رو نمیدیدیم و نمیدونستیم که مثلا اگه ما تو هفت‌تپه اسماعیل بخشی رو مثلا داریم که بریم سراغش، ما توی در مورد کارگران شرکت نفت نمیدونستیم. توی کلاب هاوسی که ما داشتیم کنیم تریبون باز بود و خیلی از این کارگران میمدن، بعضیشون صحبت میکردن، بعضیشون هم پایین بودن و سوال میپرسیدن. باز هم ما هیچ کدوم نمیدونستیم که کدومشون رهبرشونه و کدوم نیست و در واقع اینکه سازماندهی کجا داره شکل میگیره برای همه مجهول بود. خب این حسش این بود که ما شاهد دستگیری های چیزی نبودیم، یعنی ما به اون صورت خبری نیومد از اینکه یک دستگیری گسترده‌ای شده و بتونن خیلی راحت سرکوبش بکنن. این حسش، اما مخفی بودنش یک مشکلات دیگه در پی داشت. مشکلاتش این بود که یک، جریانات مختلف اومدن و ادعای مالکیت کردن و گفتن این مایی. این جریانات بعضیشون سیاسی بودن ولی خیلی هاشون اصلا در دل چیزی به اسم کمپین 1400 که حالا من عرض می‌کنم این کلمه هم در واقع یک
محصولی از همین سیاست هایی که این کارگرها علیهش دارن بلند میشن در واقع. سی مجموعه ما میدیدیم که شورای نمیدونم هماهنگی یه طرفه، نمیدونم فیکر ایران داره یه چیزی میگه، بعضی از ارزم به حضورتون بیانیه‌ای که بیرون میومد، یه سریشون گفتن این بیانیه رو ما ننوشتیم، یه سری دیگه گفتن این بیانیه ماست و یه سردرگمی در اینجا بود. دائما از ما هم سوال میشد که کدوم یکی از اینا درسته و واقعیت امر این بود که شاید همه‌شون و نمیدونستیم. بعد پای کسانی مثلا مازر گیلانی شاید مثلا وسط اومد که به نظر میومد که داره هدایت میکنه، حداقل به صورت پروپاگاندایی که یه جورایی تمومش بکنه این اعتصابات رو. گروه پایپینگ پاش وسط اومد و گروه پایپینگ با مازر گیلان نژاد یه سری بیانیه ها بیرون. میخوام بگم حواشی داره این شکل گرفت که نمیدونستیم، به کسی این رو نمیدونست که کدام یک واقعیت کف اعتصاب و کدام نیست، چون این در واقع سازماندهی انقدر پشت پرده و آنلاین بود که درست خودش رو محفوظ نگه داشته بود ولی اطلاع رسانی درست نمیتونست بکنه و این ابزار این که ما بتونیم بفهمیم که این به چه مسیری داره میره رو در واقع از ما میکنه. و در مورد کمپین هم همینطور میگم، حتی اسمی که روش گذاشتن کمپین 1400، یعنی در واقع موقت بودن همه چیز رو داریم در این میبینیم. کمپین از قرار نیست انقلاب بکنه، یه مطالبات خاصی داره و میخواد این رو به دست بیاره و 1400، یعنی قرار نیست 1401 باشه، همین امسال باید تکلیف خودش رو روشن بکنه و این تناقضات رو ما درش میدیدیم و هنوز هم برای خیلی ها سواله و من اینو درک میکنم که سواله براشون و این سوال واقعیه و بیش از حد مخفی بودن شاید این طبقات رو داشت. مشکل بعدی این بود که مردمی که به اعتراض اومدن بیرون، در واقع از همین بخش خودشون یا پسرخاله پسردهشون جز به همین هایی هستن که توی اعتصاب اومدن بیرون و اعتراضات هم داره گسترش پیدا میکنه. فقط دیگه مسئله مردم عرب خوزستان نیست، مسئله خیلی مورد حمایت همه جانبه لوها بختیاری و غیروزاری قرار گرفته. اما کنشگران اجتماعی، جنبش مدنی، امثال ما یک بلا تکلیفی رو به نمایش گذاشتیم. بار اولمون نبود، شاید بگم تا این چند سال گذشته این بار دوم سوم بود که ما شوکه می شدیم از اتفاقات که داره در جامعه می افته و ما خبر نداریم و نمی دونیم چی شده، کی اونجاست، ما نیستیم، ما هستیم. این بلا تکلیفی جنبش های مدنی و این در واقع سرکوب عظیمی که جنبش های مدنی شده و کنشگران مدنی رو در واقع آچمز کرده، دست و بالشون رو بسته، باعث شد که این انرژی زیادی که موجود بود و میشد کانالیزه بشه و میشد از دلش اتفاقات بزرگی از رقم زد به هدر رفت، مثل یک آبی بود که انگار ریخته شده بود. در اوج بحبوحه این اعتراضات کنشگران داشتن با هم سر این که این اعتراضات به حقی هست یا نیست، مالکیه مالکی نیست، نمیدونم باید شرکت کنیم یا نباید بکنیم، چه شعاری داریم داده میشه یا نه، داشتن بحثای تئوریک میکردن و جامعه آماده رو در واقع به حال خود واگذاشته بودن و خودشون نمیدونستن که چه رابطه‌ای میتونن برقرار کنن. از جمله خودم، من نمیخوام خودم از این بخش جدا بکنم. کار دیگه‌ای که پاسخ سعی کردن این در واقع کنشگران پیش رو بدن و شاید این کار رو خیلی ساله میکنن و به نظر من جز درسایی که ما باید بیاموزیم و نسبت بهش من از خودم شروع میکنم و فکر میکنم باید نقد بکنیم به آنچه که کردیم، مسئله مبارزه با پروپاگاندای جمهوری اسلامی بوده که
ما در این مبارزه علیه پروپاگاندایی که داره جمهوری اسلامی میکنه، ما هم در نقطه مقابل قرار گرفتیم برای اینکه هژمونی کسب کنیم، یعنی ما هم به سمت پروپاگاندا رفتیم، در حالی که کارگران در صحنه دارن رو مسئله ابجکتیو و مشخص مطالباتشون حرف میزنن تا بتونن این مسیر سخت رو تیکه 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 جلو برن. ماها بحث این رو داریم کردیم و چیزی که تصویر میکردیم این سمت در مقابل سکوت کامل جمهوری اسلامی که خودش یک نکته واقعا داره این بود که گویا قراره انقلاب صحبت پیش بیاد. در سطح انقلابی این رو میدیدیم و در سطح واقعی اجتماع نمیدیدیم. این دوتا در واقع پروپاگاندا در مقابل هم که سالیان سال ما داریم متاسفانه اینجوری کار میکنیم، باعث شده بود که ما از اون بطن جامعه که داشت اتفاق میافتاد یه مقدار دور بودیم و در واقع فقط هفتیرهامون رو بیرون میکشیم و خیلی وقتا این هفتیرها هم خالیه و میدونیم اون برم خالی برای ما بسته که وقتی برمیگرده روحانی میگه که روزای آخر روحانی بود و میگفتش که اصلا اینو کارگر نیستن اومدن، تو کارگر اگه باشن که استخدام دولت هم، پس اینو کارگر نیستن. در این حد بحث میکرد یا بعد یه های رئیسی که اومد گفتش من تو فردا درستش میکنم، فردا شما میرین سر کار، از اون موقع کلی گذشته و کسی برنگشت. از این طرف هم ما هم گفتیم الان فردا قراره انقلاب کنیم، یعنی سوال میشد از من که فکر میکنی از دلش انقلاب بیرون میاد، یعنی ما واقعیت قضیه که روی زمین بود و متاسفانه به خاطر اینکه تمام انرژیمون رو سر در واقع خونسا کردن پروپاگاندا کردیم، من نمیگم نباید این کار میکردیم ولی تمام انرژیمون رو گذاشتیم، یه مقدار از واقعیت روی زمین دور شده و ما بارها بارها تا این سالها داریم میبینیم طبقه کارگر در ایران تنها بخشی از جنبش های مدنی و جامعه مدنی ایرانه که با تمام سرکوب هایی که شده تونسته به دلیل شرایطی که داره، شرایط کاری که داره و در کنار هم بالاخره قرار میگیرن، تونسته دائما مقاومت کنه. زمانی که ما یک سکوت بعد از کشتار آبان ماه، یک سکوت در رخوت رفته جامعه رو میبینیم که به شدت ناراحته، انقدر ناراحته که میدونه بدتر از بد میاد و بدتر از بد هم آمد، رئیسی آمد و دیگه به نون شبش داره فکر میکنه، درگیره به اشتهای جنبشش داره هم پاشیده میشه، طبقه کارگره که با همون نداری ها، با همون سرکوب ها، با همین بیقانونی بودن و اصلا غیرقانونی بودن تشکل مستقلش میاد وسط و پرچمدار خیلی از آمال و آرزوی جنبش های دیگه میشه که ناتوانن و می آمدن سوال میکردن که آیا جنبش کارگری باید به جنبش های دیگر بپیوندد یا نپیوندد و در واقع تمام این میخواد تمام آرزوهای ماها رو برآورده بکنه، نظام رو تغییر بده، سیستم اجتماعی رو تغییر بده، زنان رو، آپارتاید جنسی رو، همه کار رو انگار قراره که طبقه کارگری که امروز اعتصاب کرده انجام بده. ما دائما اینها رو در میدان میبینیم و من فکر میکنم که ما مثلا معدن مونوجان تاریخ ساخت، هفت تپه تاریخ ساخت، فولا تاریخ ساخت، هپکو تاریخ ساخت، ما اینها رو میبینیم ولی فکر میکنم وقت این رسیده که بیایم درس هامون رو بنویسیم. به شخصه من از این اعتصابات و با تمام این شکلهایی که بهتون گفتم دو درس گرفتم که صحبتامون با اون تموم کنم. درس اول من این بود که درس که آموختم از این که روش های سنتی که ما برای تشکل ها در نظر داشتیم و حتی تشکل کارگری، چون ما در مورد تشکل کارگری خود راحت تر این در مورد صحبت بکنیم تا دیگر تشکل های اجتماعی، چون محیط و جغرافیا و در واقع چیزی که ما بهش میگیم فضا موجوده و اینها در اون فضا دارن کار میکنن، نه چطور به صورت ارگانیک در کنار هم میتونن قرار بگیرن و همینطوری هم کار میکنن. کارگران نمیتونن هر کسی برای خودش بره کار بکنه، کافیه که یه کسی توی خط تولید یک اشتباه بکنه که دوست دیگرش رو به مرگ بفرسته، بخوام مرگ بفرسته،
پس مجبورم با هم کار کنم، مجبورم با هم اتفاق بکنم. این خود برای ما راحت تره شکل‌گیری تشکل‌های کارگری. اما با روش‌های جدیدی که اصطلاحاً من میگم از اصطلاحاً استفاده میکنم، چون خود نولیبرالیسم هم یک چیز خیلی ایده است در واقع، بحث بازار آزاد رو میگم مطرح میکنم و جهانی شدن بازار آزاد، ما در پالیسی ها و سیاست هایی که داره اعمال میشه داخل، این دغدغه در آمریکا هم هست، امروز در مورد آمازون هست مثلا، در مورد رانندگان اوبر هست که اگر خاطرتون باشه برنی سندرز اگه شما مثلا 3 سال پیش بود یک فراخوانی داد برای رانندگان اوبر برای اینکه استخدام بشن که اعتصاب بکنن و حتی برنی سندرز هم باشه اتفاق نیفتاد، چون خب رانندگانی که دائم اوبر میکردن نرفتن سر کار، ولی اپشو داشتن. منی که مثلا میدونم توی شرکتی کار میکنم، بعد از اون که میخوام برم خونه میگم به دوتا مثلا مسافر میزنم با خودم میرم، من اپمو خاموش نکرده بودم. و خیلی تشکلیابی و سازماندهی سخت میشه وقتی که استخدام موجود نیست یا استخدام موقت. این اعتصابات این رو به من یاد داد که ما نیاز به روش‌های جدیدی داریم. اگر اعتصاب آخرین و محکمترین و پایان دهنده و مستحکمترین گلوله‌ای که تو میتونی در این در واقع هفتگیرت داشته باشی که تموم بکنی کارا، اگه زیاد ازش استفاده بشه و جایی بره که به در و دیوار بزنی، جا خودشو از دست میده. زمانی میتونی این اعتصاب رو به سطح تغییر ببری که بتونی این شرایط رو که شرایط مناسبی نیست برای سازماندهی های مدل قدیمی مثل سندیکایی، مثل اتحادیه یا غیر ازاله، بتونی سازوکار جدیدی براش پیدا کنی. به نظرم میاد که این کارگران سعی کرده بودن که این سازوکار جدید رو پیدا بکنن، گرچه خب در جاهای موفق و در جاهای ناموفق بود. البته میگم ما باید در این مورد پیش بریم، هم در مبارزه علیه نظام و تغییرات اجتماعی که میخوام حالا به هر شکلی که میخوام بگیم، انقلابی میخوام بگیم یا غیر ازاله، یعنی در تعرضمون با حکومت که مقاومت اجتماعی رو میسازه، هم در تعرضمون با توسعه سرمایه‌داری به این فجیعی که داره رخ میده و حیات و آب مردم رو هم ازش گرفته، یعنی هم برای حفظ خودمون و هم برای تعرض ما نیاز داریم به روش‌های جدید و درسمون باید باشه، مشقمون باشه، دغدغه‌مون باشه، پروژه‌ای باشه که در دستمون باشه و روش کار بکنیم. و دومین چیزی که درسی که بود برای من یک سیلی محکمی بود، من از جامعه ای که خیلی به نظرم از من که از دور نگاه میکنم و خودم رو کنشگر میذارم اسامو، یک سیلی به من زد که اون جامعه از من خیلی جلوتر. من بار سوم بود که سیلی میخوردم، بار سوم بود توی این چند سال که صبح توشم گام کردم و میدیدم که 100,000 نفر آدم داره یه کاری انجام میدن و کجا بودم، من کجا بودم. من و من نوعی و هر کسی که فکر میکنه در هر سطحی که هست کنشگری داره میکنه برای تغییر، وقتش رسیده که مشاهدگر بهتری باشیم. اتفاقات که در اون جامعه افتاده، سطح زندگی و حتی جغرافیه که آدم روش دارن زندگی میکنن، محلاتی که حتی شاید دیگه به چند وقت دیگه موجود نباشه و ما نمیدونیم سر این مردم چی میاد، خیلی از اینها پاکسازی قومی خواهند شد. ما نسبت بهش مقدار دانشمون کمه، یه خورده از اون جامعه دور افتادیم. وقتی که دور بختیاری میاد و ما سابقه در واقع ارتباط گاهی دوست گاهی غیر دوست بین بختیاریان و عرب‌ها در جنوب رو میدونیم، سابقه تاریخشون رو میدونیم، و وقتی که میبینیم که بختیاریان میان بیرون و میگن که ما پشت عرب هایی، یعنی در این حال که صحبت از نمیدونم قومگرایی در بین نیست، در این حال خودشون هم به رسمیت میشناسن، نمیگن که نه اصلا ما کلن نیستیم، ما اصلا کلن یه اسم دیگه داریم، اصلا ما وجود خارجی نداریم. یعنی این دایورسیتی، این الوانی که ما خیلی زیبا در آمریکا داریم میبینیم و شاهدش هستیم، حتی گهگداری اینا در مقابل هم قرار میگیرن، گهگداری در کنار هم رو
در ایران میدیدیم و خیلی از ما شاید از این گفتمان دور بودیم و اصلا نمیدونستیم اینا دارن چی میگن و چه حرفی میزنن. درس آخر این بود برای من که فکر میکنم زمان این رسیده که یه مقدار قلم همو زمین بذاریم به جاش بیشتر ببینیم تا که بتونیم وقتی که میخوایم نسخه پیچی بکنیم حداقل چیزی بگیم که اینقدر به همه اندازه کم بتونه تو اون جامعه شنونده پیدا بکنه، دور از دنیاشون نباشه. ممنونم که گوش دادید، فکر میکنم وقتم هم تموم شده. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از سخن. آقای مقیمی شما هستید نه؟ بله بله، یه لحظه اگر اجازه بدین رکوردینگ رو من شروع کنم. بله، خیلی متشکرم خانم عمرانی، بحث بسیار خوب و منسجمی را آوردین و به حال خیلی زیبا این اعتصابات کارگری رو بررسی کردین. به مسئله به قول خودتون under class workers اشاره کردید و این رو تشریح کردید. این روزا صحبت نئولیبرالیسم خیلی شایعه، همه جا صحبت میشه. به طور مختصر اگر میشه به اصطلاح پیامدهای اقتصادی نئولیبرالیسم رو توضیح بدین به صورت مختصر اگر امکان داره، که چیه و عمل کردش در سطح جهانی و کشورهای مختلف چه کار میکنه و نتایجش چیه. در مورد کارگران پیمانی و قراردادی و کارگران به اصطلاح رسمی شرکت نفت که صحبت کردین، خب دقیقاً این پدیده به اصطلاح جدیدی نیست، توی جامعه سرمایه‌داری هم از این دو نوع استفاده میکنن و میدونین دیگه. ما اگر تاریخچه اعتصابات کارگری در آمریکا رو نگاه کنیم میبینیم که همیشه به قول اینا سکب داشتن، کارگرایی که به اصطلاح اعتصاب کردن میرفتن کارگران دیگر می آوردن که به اصطلاح بیان به جای اونا کار کنن، که حتی زد و خورد بوده، پلیس کشته شدن تو این تاریخچه، که نشون میده که سرمایه‌داری میخواد که به هر حال ماشیناش کار کنه و در مجموع مثلا به نیازهای کارگران توجه زیادی نداره. بنابراین این چیز پدیده جدیدی در مورد ایران نیست، ایران هم یاد میگیره از بقیه جامعه سرمایه‌داری در سطح جهانی که چه باید بکنه. دو تا نکته رو که شما گفتین، که گفتین دو تا درس از این اعتراضات من گرفتم، یکی این که به عنوان روش‌های جدید سازماندهی که با روش‌های سنتی فرق داره، یه مقدار بیشتر بگین که این روش‌های جدید سازماندهی در مورد مجموعه‌ای که این به اصطلاح همگونی درش وجود نداره و به قول شما در درون خود طبقه کارگر طبقه ایجاد می‌کنن و سعی می‌کنن این بخش رو از اون بخش جدا کنن، چه نوع سازمانده هایی با این سازماندهی های سنتی تفاوت داره که حالا یا کارگرها استفاده کردن یا در سطح جهانی از این نوع استفاده میکنن. و مسئله دومی هم که گفتین این که خیلی از کنشگران سیاسی و مدنی از جامعه ایران عقبترن و به قول شما باید قلم ها رو زمین بگذارن و مشاهده کنن خیلی چیزها رو تا اینکه راه حل ارائه بدن برای جامعه ایران یا جامعه کارگری ایران. خیلی متشکرم. ممنون. بفرمایید خانم عمرانی. ممنون فرشته مقیمی عزیز. من از آخر به اول میرم چون سوال اول چون خودش از زمان بیشتری ببره، سعی میکنم کوتاه جواب بدم که وقت رو برای دیگران هم به صورت عادلانه و برابر میدونم. خیلی سخته حفظ کنم. نیکی در مورد مسئله روش‌های جدید سازماندهی، ببینید جواب قطعی رو نه من دارم نه می همچه ادعای میکنم، نه فکر میکنم که هیچ کدوم از کنشگران نه فقط در ایران حتی در همه آمریکاش ندارن. یعنی من خاطرم هست که بحث اوبر مثلا که پیش اومد،
خب اتحادیه موجود نبود. همین چند سال پیش اتفاقا همسر من جزو کسانی بود که توی تشکیل این اتحادیه سهم داشت، اتحادیه رو شکل دادن. این اتحادیه تا یک جاهایی تونست کارهایی رو که هر اتحادیه یا سندیکای ما ازش توقع داد، یعنی از لحاظ صنفی بتونه حقوق کارگرانی که دارن کار میکنن و ازش محافظت بکنه. یه سری اختیارات دیگه هم سندیکاها و اتحادیه ها بعداً پیدا کردن که نقششون از در واقع حامیان کارگران به حفظ در واقع اون کارخانه یا اون بیزینس تغییر پیدا کرد، به این شکل که حتی در بخش استخدامی هم اینها وارد می شدن، نه فقط به خاطر اینکه قراره که مراقب این کارگری باشن که الان داره میاد استخدام بشه و حقوقش رعایت بشه، بلکه حتی اینکه آیا این کارگر استخدام بشود یا نشود. ما این رو در ایران هم خیلی وقت داره، همونطور که آقای مقیمی گفتن ما ایران جدا نیست از این جامعه ای که جامعه جهانی و در واقع سرمایه داری که در حیاتش در و گسترشش در این پیمودن و رفتن برای مرز هاست و چاره نداشته که جهانی سازی رو بخشی از خودش بکنه. میبینیم خیلی مشخصا مثلا روزنامه نگاران هم همین وضعیت رو در خیلی از کشورها از جمله در ایران داشتن که مثلا انجمنی که شکل میدادن، این انجمن حتی یک نقش در واقع مانیتورینگ اینو داشت که چه کسی میتونه عضو این بشه و چه شرایطی رو باید داشته باشه و کسی که مثلا تازه ورود کرده بوده این عرصه و اون شرایط مثلا تعداد ساعتهای کاری یا تعداد مقالات منتشره یا تعداد ساعت سالهایی که مثلا کار کردن اگه نداشت نمیتونست عضو بشه. اینو ما در کارخانه جات هم اینو دیدیم، در خیلی جاها دیدیم. در ایران مسئله یه مقدار فرق میکنه چون اصلا سندیکا و اتحادیه مستقل در قانون دیده نشده و چون این حق در قانون دیده نشده خیلی راحت دولت ها حتی تبدیلش کردن به یک جرم که این مسئله بخواد ورای اون تشکلات حکومت ساخته شکل بگیره، یعنی انجمن اسلامی کار شکل بگیره و بخواد همه جا بره حضور پیدا کنه. حتی شما در مورد حضورشون توی هفتقه این رو دیدید که در واقع در مقابل کارگران معترضی که اونجا هستن سعی کرد که به خودش یک شکل و شمایلی بده و خیلی از کارگران رو زیر چتر خودش بیاره و نقش اعتصاب شکنی رو در واقع ایفا بکنه. و خانه کارگر رو دیدین که هم اوائل انقلاب به تصرف در اومد توسط حکومتی ها، به خاک و خون کشیدن در واقع، خیلی هم به صورت قانونی و حالا بگم در یه پروسه قانونی تحویل داده شدن نبود، یعنی خیلی قهرآمیز رفتن و محلش رو گرفتن و محجوب ها و غیر و ذالک از درش بیرون اومد. در نتیجه سازماندهی سندیکای اتحادیه که ما در ایران میبینیم وظایف رو همیشه به عهده گرفته که شاید ما این وظایف رو قاعدتا در ظرف سندیکا نمیبینیم، قرار نیست سندیکا این کارها رو انجام بده، قرار یه کار دیگه انجام بده، من کار رو لازم که انجام داده بشه، اما وزن خیلی چیزها رو باید به عهده بگیره، به دوش بگیره و خیلی تاوان باید بده فقط برای اینکه به وجود بیاد. از اینکه حالا چطور بتونه میتینگاش رو برگزار بکنه، چجوری به یک در واقع هیئتی رو داشته باشه که این هیئت اعتصاب باشه، بخواد بره اعتصاب یک جایی باید تموم بشه دیگه، به یک نتیجه ای برسه، پس باید بره رایزنی بکنه، باید بره بشینه پای میز، بالاخره در یه جایی باید یه پوانی بگیره. ما برای اینجا و خیلی بها بده این رو با اینکه این همه مشکلات هست سعی کردن که این سندیکاها فقط اسمشون شده سندیکاست و بیشتر از حتی زرده که سندیکایی بخوام کار انجام بدن.
در خیلی جا موفق بودن. در هفت هفته ما دیدیم بالاخره ما این چیزی که حالا یک بخش کوچیکی از خواستشون بود، اون بخش کوچیکال بالاخره تونستن به دست بیارن. اما اون چیزی که ما در این اعتصابات دیدیم این بود که قضیه خیلی خیلی سخت‌تره وقتی که ما این محیط کار به هم ریخته شد، موقت شد، نیست شد و خیلی راحت معامله شد نیروی کار. یعنی بهش گفتن خب تو نمیای میمی دیگر میه. حالا در مورد این هم میگم که این خیلی موفق نبود در مورد به همین خاطر اینقدر طولانی شد اعتصابات، به این خاطر بود. من چیزی که فکر میکنم اینه که ما وقتی که دیدیم این اعتصابات و اعتراضات یه جورایی به هم دیگه وصل شد، از دلش اعتراض بیرون اومد، از دل اعتصاب اعتراض اعتصابیون هم در دلش بودن و این در همامیختگی و اون تقاطع این تمام ستمها رو در واقع در یک خروش و یک تمرد اجتماعی دیدیم، به ما گوشزد کرد که ما یه سری ضعف‌های موجود داریم که این ضعف‌های موجود رو ممکنه که ایدئال‌های ما نباشن ولی ضعفن و نمیتونیم اینها رو کنار بذاریم. یکی از چیزهایی که ظرف موجود بود، ما قومیت در یک جغرافیا بود که می‌گیم مثلا جوشکاران اغلب از قوم بختیاری بودن و این روابط خانوادگی و خاندانی و طایفه‌ای گرچه در بحث پیشروی یا پیشرو بودن یا پروگرشن که ما صحبتش رو می‌کنیم مورد نقد ماست، اما همین چیزی که میتونیم بهش نقد بکنیم و هزاران نقد داشته باشیم این نوع روابط اجتماعی رو، یک ظرفی بود برای سازماندهی در زمانی که ظرف‌های دیگه سازماندهی مثل داشتن تشکل موجود نیست. و ما دیدیم که مثلا در ایزه یا جوشکاران به طور خیلی خاص بیشترین تعدادی هستن که هنوز برنگشتن سر کار و اینها از اون ظرف خانوادگی تونستن استفاده بکنن برای اینکه همدیگر رو محافظت بکنن. در مقابل این اومدن و این روش چندین سالی که سعی کردن در ایران از سال 88 به خصوص و بعد از بهار عربی که در مصر دیدیم خیلی صحبت سریم بود که میشه پس حتی انقلاب کرد باش، مسئله آنلاین و شبکه های اجتماعی بود و ما مشخصا میدیدیم که این کمپین 1400 یه سری فضاهای تلگرامی، اینستاگرامی، توییتری و واتساپی بود و گروه های واتساپی بود که اینها درست کرده بودن و به هم پیوند زده بودن و همین هم یه جاهای پاشنه آشیلش شد. در واقع میتونم بگم که این جاهایی که ما صحبت از مخفی کاری بود و من به شما گفتم که خیلی راحت میشد به جیب زد این اعتصابات رو، دلیلش به دلیل همین شرایطی بود که در محیط آنلاین خیلی ها میتونن بیان خیلی ادعاهای بکنن و خیلی چیزها رو امضا بکنن و تو نمیدونی که این امضا واقعا امضای این کارگرها هست یا نه. من فکر میکنم که در اون ظرف موجود اجتماعی و بسترهای اجتماعی که داشتیم ما میتونیم رو این کار بکنیم و روش هایی که از این پتانسیل روابط اجتماعی موجود در نه فقط ایران و خاورمیانه، من در جلسه قبلی که اینجا بودم در مورد این ارتباط در سطح خاورمیانه صحبت کردم، ما میتونیم از این استفاده بکنیم و به مسیر ببریم که بتونه جایگزین بشه برای نبودن اون جامعه مدنی که تحت در واقع سرکوب و ستم. در مورد سکپ ها که گفتیم در مورد نولیبرالیز من گفتم خیلی نگاه ها متفاوته، اما چیزی که ما اسمان بهش میگیم نولیبرالیز، دلیلش هم اون بحث فریدمن بعد از دوران در واقع روزولت بود که در واقع صحبتش این بود که خود نولیبرال ها پوچی نمیگن نولیبرال که ما برگردیم به اصالت بازار و بازار خودش رو هدایت بکنه و هیچ هدایت از بیرون از دولت برش نباشه. این فقط یک حرف بود و در عمل این عصری که در واقع عصر کورپوریشن ها بود، یعنی منابعشون رو از
چندین سر سود باشه، یعنی هم در تولید سود بکنن هم در فروش سود بکنن و خرد بکنن جامعه رو به سلول‌های تک تک، در هر منطقه شکل متفاوتی گرفت. مثلا در آمریکا ما کورپوریشن ها رو میبینیم که خیلی بزرگه. شما در آمریکا مثلا نایکی میگیرید، ولی میبینید که همین نایکی تو آمریکا گرفتی مثلا در مالیزیا مثلا درست شده، یا استارباکس رو میبینید که مثلا چه میدونم خیلی از تیشرت هایی که داره مثلا تولید میکنه استارباکس آمریکاست، ولی تیشرتش مثلا داره در ویتنام تولید میشه. خیلی از اینها مثلا ما مایکروسافت و عصر تک رو میبینیم که داره خیلی پیشروی میکنه که اصلا مفاهیم مرزی رو در نوردیده، منابع طبیعیش رو از یک جا، منابع انسانیش رو از جای دیگه، محیط کارش رو از یک جا یا چندین جا، محل فروشش در یک جا و محل دامپ کردن. یعنی خیلی از این پروداکت ها چندین باره به فروش میره. مثلا گودویل وقتی که میاد و چیزی که مثلا لباسی که یک بار ساخته شده سود روش برده شده استفاده شده رو دوباره داره میفروشه و ازش سود کسب میکنه. ما این پدیده رو در آمریکا داریم. شکل دیگه نئولیبرالیسم در مکزیکی رخ میده که یکی از بزرگترین در واقع مهمترین قراردادهای اصل نئولیبرالی در شکل میگیره، یعنی نفتا. و در اونجا میبینیم که زمین ها اگه از کشاورزها داره گرفته میشه، نه خود زمین ها، در واقع محصولات زمین ها داره گرفته میشه به ثمن بخت و فروخته میشه به کورپوریشن های آمریکایی، این کار رو، این وظیفه رو دولت داره انجام میده. یعنی نقش دولت حذف نشده، بلکه به عنوان یک بخشی، یک ارگانی، یک بخشی از همین سرمایه جهانی داره خودش رو نشون میده. در آفریقا جور دیگه داره نشون میده، در خاورمیانه به شکل مصرف، یعنی بخش مصرف این هستش که خودشو داره شکل میده. و در ما پیامدهای اقتصادی که ازش میبینیم بیش از مفهوم اقتصادیه. ما یه فرهنگ و حتی روی باور انسان از خودش داره تاثیر میذاره. اگر 20 سال پیش شما در تهران در مرکز شهر تهران، 30 سال پیش بگیم، حالا خیلی هم قلوب نکنم، 30 سال پیش در مرکز تهران زندگی میکردیم، تلفن زنگ میزد و میخواستم با یکی حرف بزنی، احتمال خیلی زیاد بود که این تلفن همسایه بود، همسایه میومد، یعنی طرف همسایه در زنگ میزد، همسایه میومد در میزد و یکی از مهم نبود کی میاد در رو وا میکنه، گفت فلانی پای تلفنه، این فلانی میرفت تو خونه اون یکی و جلوی اون آدم با یک کس دیگه صحبت میکرد و مفهوم پرایوسی و پرایوت لایف و اینها نبود. امروزه روز به روز این موبایل شما خصوصی تر و خصوصی تر و خصوصی تر میشه، جوری که الان دیگه با چیز چشمتون باز میشه و آدم ها هی باورشون از خودشون کوچیکتر و این باور کوچیک شدن از خود هم در روابط بین‌فردی تاثیر گذاشته، هم در این که ما مفاهیم تشکلی خیلی سخت شد. این همه جنبش در جهان داره اتفاق میفته، ما کمترین نتیجه این همه گستردگی جنبش ها رو در تغییر پالیسی ها داریم میبینیم و یه جورای هممون انگار بهش وابسته شدیم و بخشی از زندگی میشده و راستش بشریت رو تماما به کالا تبدیل کرده، کالاهایی که بعد خودشون رو بفروشن و در رقابت قرار بگیرن و همواره براشون رقیب بهتری هست و نابرابری خب سطحش خیلی بالاتر است. خب خیلی ممنون. خیلی ممنون خانم عمرانی. اگر اجازه بدید من البته نمیدونم مقدار سوالا، حالا بعضی ممکنه سوال کنن بعضی هم ممکنه نظر بدن، ولی یه کمی اگر اجازه بدید محدود کنیم زمان رو که یه وقت کم نیاره. آقای مهدی ذوالفقاری بفرمایید، خودتون رو آن میوت کنید. خیلی متشکرم. عرشبت که یه بار دیگه درود دارم خدمت دوستانی که در اتاق هستن.
سپاسگزارم. ببینین با عرض معذرت قسم واقعا نمیخوام چی بگم برخورد بدی داشته باشم. و ببینید بحثی که شما کردید در طول صحبتاتتون با اساسا با اون موضوعی که خودتونم درش صحبت کردید فرق میکردش. در رابطه با مسائل کارگران، جنبش کارگری در ایران، خواستاشون و مثال‌های گذری بسیار ارزنده بودش، بسیار خوبه. خب خیلی ها اخبار رو میدونن و صحبت کردن و از مسائل و مشکلاتشون به اصطلاح میدونن و درگیر هستن همه. ولی نکته‌ای که شما در آغاز صحبتتون شروع کردین و در رابطه با سرمایه‌داری در ایران صحبت کردید، من مشکل دارم و میخوام از شما سوال کنم که اساساً تعریف شما، من این توضیح که شما در رابطه با سوال دوم آقای مقیمی دادین خب خیلی خوبه، ولی بحث به اصطلاح جلسه این نیست، بحث جلسه نیولیبرالیسم نیست، بحث دیگری بودش در واقع. خب میشه توضیحاتم داد. در نتیجه شما در رابطه با اون بحث خودتون از سرمایه‌داری در ایران صحبت کردید و در خاتمه فرمایشاتتون از توسعه سرمایه‌داری در ایران صحبت کردید. من نمیدونم در چه رابطه جنبش کارگری در ایران و تمام جنبش‌هایی که موجوده علیه استبداد فاشیسم دینی با رابطهش چیست و اساساً تعریف شما از سرمایه‌داری چیست که جمهوری اسلامی رو یک سیستم سرمایه‌داری نگاه میکنید؟ شاید تعریف ما فرق میکنه، چون من همچین تعریفی رو ندارم. اگه قرار بشه تعریف داشته باشم از جمهوری اسلامی، یه تعریف دیگه ای دارم. اگر تعریف سرمایه‌داری بر پایه تولید و بازار محور و به اصطلاح بازار هستش و گرفتن بازارها و تولیدات رو به بازار عرضه کردن و رشد اساساً این رابطه و رشد اساساً خود تکنولوژی و سرمایه‌داری، یه بحث جداگانه است که ربطی اساساً به جامعه ما نداره، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. اگر شاید این بحث رو مثلا شما 50 سال پیش میکردید خیلی خوب بودش، میتونستیم به یه جایی برسیم که داریم ما کدوم سمت و سو داریم میریم. ولی با بودن، یعنی در 43 سال گذشته که جمهوری اسلامی موجود شده، جامعه ما آنچه کم که تازه اون موقع موجود بوده در واقع دست رفته و اساسا ما نمیتونیم. من چون بحثای دیگرم شنیدم، دوستان دیگرم اشاره میکنن که از سرمایه‌داری صحبت میکنن، سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، میخواستم ببینم که تعریف شما اساسا از سرمایه‌داری چه شاید که و حتما هم میتونه که من و شما دو تعریف مختلف از سرمایه‌داری داریم. خب و حالا خود همین نیولیبرالیسم اصلا فرق میکنه، مثلا تا توضیح که شما میدین درسته در این مورد، در مورد مثالهایی که زدین، در مورد نمیدونم هر کشورها در هر جریاناتی که تولید میکنن در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی، اینا قبوله، درست هم هستش، ولی اساسا اینها باز هم ربطی به جمهوری اسلامی نداره. نه نیولیبرالیسم در جامعه ما مطرح هستش، نه اساسا سرمایه‌داری موجود هستش. و بر همین هم من سوالم این هستش واقعا، ضمن این که تأیید میکنم تمام فرمایشات شما رو در مورد جنبش کارگری. البته خب در مورد هفتپه میشه بحث کرد که خاصشون چی بوده چی نبوده یا مسائل دیگه که بحث دیگری هست که مال امروز نخواهد بود، ولی تقاضا هم این است شما توضیح بدید که درک شما از سرمایه‌داری چیست و اون سرمایه‌داری که شما صحبت کنین در جمهوری اسلامی چگونه هستش. خیلی متشکرم. من یه سوال از شما بپرسم، ببخشید، میشه شما به من بگید، یعنی قبل از که من جواب بدم، شما گفتی که فکر میکنین که ایران سرمایه‌داری نیست، پس چه نوع سیستم اقتصادی در ایران؟ سیستم ایران اساسا این من اصلا سرمایه‌داری نمیدونم، چون سرمایه‌داری همونجوری گفته یه سری ضوابط داره، یه سری به اصطلاح سرمایه‌داری اگر بازار محور باشه در واقع تولید میخواد، در جامعه ما تولید موجود نیستش،
یعنی من میگم وقتی تولید دن که حالا چهار تا آفتاب هم درست میکنن، چهار تا نمیدونم چیز هم منتاج میکنن، نه این سرمایه‌داری این نیستش. خوش میدین سرمایه‌داری همینجوری که خود شما هم اطلاع دارید، تبدیل اشاره هم بهش کردید، حتما هم اطلاعاتتون هم من هم بیشتر هستش. این هستش که در واقع هم ببخشید بحث رو دو طرفه انجام ندید. اگر شما بله بله خیلی ممنون، چون ایشون فرمودن من با اذن خواهش میکنم، عذر میخوام. بله خیلی ممنون آقای دکتر فقری. خانم عمرانی شما جواب ایشون رو لطف بفرمایید. من متاسفم، خواستم بدونم که منظورشون از سیستم اقتصادی پس در ایران چیه؟ چون ما چند مدل سیستم اقتصادی داریم دیگه و امروزی که داریم صحبت میکنیم بخش چند جزیره که در پولینزی شاید بتونیم پیدا بکنیم، جایی رو نمیشناستم در جهان که سرمایه‌داری نباشه. یعنی ما امروز در مورد جهانی سازی سرمایه‌داری داریم صحبت میکنیم، این که حالا سرمایه‌داری نباشه پس بس فئودالی باشه. یعنی ما احتمالاً اصل پیشا سرمایه‌داری رو داریم که فئودالیه و یعنی تولید بر اساس مالکیت بر زمین و من اینو فکر نمی کنم که در ایران باشه. اما در مورد که پرسیدی که من در مورد سرمایه، ببینید سرمایه داری یه چیز ریلیتیو و نسبی نیست. سرمایه داری یک مسیر تاریخی و یک انقلاب صنعتی اتفاق میفته در این مسیر تاریخی که حالا 4-5 قرن طول میکشه تا به انقلاب صنعتی میرسه و دولت ملت ها بعدش شکل میگه و نظام جهان کلن تغییر میکنه. یعنی سری مفاهیمی که مثلا نداشتیم، ما چیزی به اسم ملت فلا اینا در قبل نداشتیم، ما پادشاهی های رو داشتیم در شرق و یه سری ارلو نمیدونم کینگ محلی داشتیم که یواش یواش پیوستن و امپراتوری های غرب رو تشکیل دادن و یک رابطه ارباب رعیتی موجود بود. مفاهیمی مثل ملت، مثل دولت، مثل مرز، مثل قراردادهایی که ما امروز میبینیم، اصلا مثل این مفاهیم شاید تا اصلا یه قرن موجود نبود و خیلی از اینها هم حتی تا بعد جنگ جهانی اول اصلا معنی نمیداد و تازه شکل گرفت. ما به این لحاظ میگیم که سرمایه داری انقلابی بود و انقلاب بورژوازی، طبقه بورژوا بود که از این سن انقلابه که تمام سیستم و حتی با دانش ما از خودمون رو حتی در جهان تغییر داد. چی بود؟ خب لیبرال ها آمدن در مورد صحبت کرده، من نمیخوام تاریخ رو بگم چون خیلی طولانی میشه و تئوری بر اساس جنگ هایی که اتفاق افتاده بود صحبت سر این بود که ما دچار کمبود هستیم، راه ابریشم بسته شده بود، جنگ های صلیبی دو جان و نفس رو گرفته بود و یک رنسانس نیاز بود برای اینکه روش های جدیدی برای مقابله با این سطح از مرگ و میر و از بین رفتن ها و ضلالتی که واقعا مردم در پیش و سرمایه داری داشتن تغییر بکنه و خب از دلش استعمار اومد بیرون و روش های جدید. به یکی از روش های جدید که به طور مشخص حالا آدم اسمیت میاد و اون رو می نویسه کپیتالیسم بود، سرمایه داری بود. ریکاردو میاد در مورد مفهوم کار صحبت میکنه و مشخصا در کپیتال مارکس فرمولی که سرمایه داری بر اون شکل میگیره به دست داده میشه و بعد از اون هم دائما سر این که این مالکیت دست کی است. یعنی چی؟ یعنی کار در برابر مزد، یعنی شما چیزی که تولید میکنی در مقابلش مزد بگیری. در زمانی که سرمایه داری نبود شما مزد نمیگرفتی، شما برای با من رعیت برای جای کار میکردی، خونت هم میداد، در آمریکایی بودی که برده بودی، در اروپا رعیت بودی، در ایران هم بودی رعیت بودی، نه که پول وجود نداشت و معامله نمیشد. مفهوم این که من تولید انبوه بکنم و این از تولید انبوه من در مقابلش مزد بگیرم و بخوام زندگی خودم رو با همون مزدی که دارم از تولید خودم میگیرم
بچرخونم و این یه ارزش افزوده ایجاد بکنه. این ارزش افزوده به مفهوم سود بره و تجمیع پیدا بکنه در کسی که مالکه و مالکیت محصولاتی که من تولید کردم رو دست بگیره. به این میان سرمایه‌داری و این گونه است که این سرمایه‌داری شکل می‌گیره، یعنی تولید انبوه کالا و در مقابل کمبودی که در واقع اروپا داشت. و آدام اسمیت میاد در مورد این صحبت میکنه، ریکاردو میاد در مورد این صحبت میکنه. مشکل ریکاردو این بود که نمیدونست که چه جوری این کار به سوداوری میرسه و چه چیزی مثلا یک کالای رو سوداور میکنه و نمیکنه، که بعد مثلا مارکس میاد این قسمت رو در واقع توضیح میده و یه هم بقیهش تکرار قدیمی تر بوده که میاد و در مورد این میگه که این کار اجتماعا لازمه، کاری که در جامعه به عنوان چیز کار بهادار بهش پرداخته میشه. این مسئله بازار آزاد و این که این اصالت به بازار بره، این در پروسه رشد سرمایه‌داری شکل میگیره و اینکه این کنترل دست کی باشه. ما انواع سرمایه‌داری داریم، ما سرمایه‌داری بازار آزاد داریم، سرمایه‌داری دولتی داریم که مثلا ما در چین یا روسیه مثلا میبینیم که این مالکیت، یعنی این تولید روزافزون دست دولته. ما در ایران چیزی که باعث میشه که بعضی ها بگن که آقای سرمایه‌داری هست نیست، چه مدل سرمایه‌داری هست، اینه که ما در یک دورانی هستیم که داره این مالکیت از مالکیت دولت بر سود یا هم ارزش افزوده و بر منابع میخواد انتقال پیدا بکنه به بازار، بازاری که این بازار به دلیل همون چیزهای مذهبی و ایدئولوژی که گفتیم، این بازار آدم‌ها و نهادهایی که میتونن و اجازه دارن که ورود بهش بکنن هم کانالیزه میشه. اینجاست که بحث نولیبرالیزم هست یا نیست مورد مناقشه قرار میگه در مورد ایران. چیز مشخصی که به شما بگم، جمهوری اسلامی نه تنها تولیدات داره و تولیدات انبوه داره و جزو نماینده های مهمی در اوپک هست، اوپکی که 70% انرژی جهان رو داره تأمین میکنه هنوز، در کشورهای مثل عراق، مثل سوریه که به تازگی در سوریه، در لبنان که تقریبا کل لبنان رو خریده، به زودی پاش دو سر خواهد شد در افغانستان. ارزم به حضورتون شما تا دقیقا بر گوش ایالات متحده در نیجریه جمهوری اسلامی میبینید که سرمایه گذاری کرده، ارزش افزوده تولید کرده، همراه با این ارزش افزوده و سودی که داره میکنه واسه همینقدر براش مهمه، وگرنه اصلا دلش برای نه هیچ فلسطینی سوخته، برای مردم خودش دلش نمیسوزه، چه دلش برای مردم لبنان بسوزه، براش سوداوری داره و در کنارش میاد ایدئولوژیش رو هم اونجا میبره و ظرفی که من در اون مورد سوال قبلی گفتم ما یه سری ظروفی داریم میتونیم ازش استفاده بکنیم، جمهوری اسلامی از این ظرفه به عنوان ظرف ایدئولوژی که گفتمان ضد آمریکایی، ضد امپریالیست درش باشه که خیلی ها رو که ناراحتن به سمت خودش بتون جلب کنه، اسلامگرایی و مذهب و اینها که خب به هر حال ریشه های اجتماعی هم داره، از اینا بتون استفاده بکنه برای اینکه این رشد پیدا بکنه. من این جمله رو میگم تمومش میکنم. در همین آمریکا هفته گذشته من یک بسته ارزم به حضور شما زیتون پرورده خریدم و برام خیلی جالب بود که این زیتون پرورده مال جمهوری اسلامی بود. با بعدن که خوردم چه خوشمزه است، نگاه کردم دیدم که این اصلا مال ایرانه، مال جمهوری اسلامیه، آرم استاندارد جمهوری اسلامی داره اسم، ولی شرکتی که اینو ساخته و کارخونه که ساخته کارخونه نجوا بود در دبی و فکر کنید در دبی داره اینو میسازه، پولش رو داره در ایران تجمیع میکنه و داره در آمریکا به منی میفروشه که علیه جمهوری اسلامی اومدم بیرون. خیلی ممنون، تشکر میکنم از خانم عمرانی. نفر بعد آقای جمشید هستن، بفرمایید. آقای جمشید لطف کنید صداتون. خیلی ممنون. من یک گفته شما گفت بفرمایید، من هر جور خواستم بفرمایم دیدم نمیذاره بفرمایید.
من سلامت میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از صحبتهایی که کردید. من به نظر من سخنرانی که شما کردید به مقدار زیادی توش تعهد دیدم و یه روراستی هم دیدم که به نظر من بسیار ارزشمنده. در اون بخشی که شما گفتید که ما از فهمیدیم که از جنبش کارگری داخل ایران عقبیم، به نظر من شما خودتون شماتت نکنید. به نظر من سر این جریان، به نظر من تازه شما تازه متوجه شدید. جامعه فعالین خارج کشور شاید هنوز خیلی هاشون متوجه نشدن که شما، من دیدم مصاحبه شما رو دیدم با یه تلویزیون، دیدم که شما خودتون مارکسیست مطرح میکنید و من خیلی احترام میذارم به این مسئله. مارکس خیلی روشن مطرح میکنه که مسئله فرق میذاره بین آگاهی و دانش. آگاهی رو مطرح میکنه، آگاهی محصول تجربه شخصی است که بر خود آگاهی هم تأثیر میذاره. تجربه شخصی آگاهی هستش. چیزی که در خارج کشور و همه کنشگرها دارن کار انجام میدن این در واقع دانش هستش و علم. شما نمیدید دانشت کم، به طور دانش شما زیاد، آگاهی نسبت به مسئله، نه شما و هر کسی که در چیز نیستش اون آگاهی رو نمیتونه کسب. مگر اینکه یه تعریف دیگه از آگاهی بیاری که خب اون دیگه خودش میشه. در این مورد یک دو تا به نظر من خیلی سوالا برای من پیش اومد اینجا. این آخرش این بود که ارزش افزوده شما مطرح کرد. این ارزش افزوده با ارزش اضافی متفاوته دوستان. ارزش افزوده به برابر انگلیسی میشه added value، ارزش اضافی میشه surplus value. این دو تا مسئله مدل. ارزش افزوده باعث رشد سرمایه‌داری نیستش، ارزش اضافی هستش که مسئله چیز هست. در رابطه با مسائلی که مطرح کردی در رابطه با خوزستان، من هم اونجا یه مقدار کار کردم، هم ارتباط داشتم قبلا اینا. مسئله کارگران پروژه‌ای با کارگران موقت متفاوت هست. کارگران پروژه‌ای هم موقت هستن ولی فرق دارن با کارگرای پیمانی و موقتی که الان مطرح است. اصلا سال گذشته، مثلا 20 سال گذشته اصلا ما کارگر موقت نداشتیم، یا شاید دیگه استثناء بود. من به عنوان کسی که تو مجامع کارگری کار میکردم و میدم هم چیزی نشده بود. به همین دلیل اولی که اومده بود یکتا گیج شده بودم که این دیگه چه پدیده. در صورتی که کارگرای پروژه‌ای هم علارغم اینکه موقت هستن ولی موقت پیمانه نیستن به این شکل که چیز میکنه. اینا قرارداد میبندن تا یک پروژه شروع میشه تا خاتمه پیدا میکنه با اون پروژه کار میکنه. الان پدیده ای که پیش اومده کارگرای پروژه موقت شده. هم کارگرا پروژه موقت هستن هم کارگرای موقت هستن. کارگرای موقت به وسیله مؤسساتی که عمدتا از دستندرکاران سپاه صاحباش هستن به عنوان شرکت های آدم فروش در ایران مربوط، شرکت های آدم فروشی، اینا کسایی هستن که قرارداد میبندن که همینطورش اینجا هم هستش. بیمارستان ها میری خیلی از اینا کادرهایی که تو بیمارستان کار میکنن استخدام بیمارستان نیستن، استخدام یه شرکت دیگر میارن اینجا کار میکنن. در اصل اونا هم این کاری کردن به همین شکل است. به همین دلیل هم تخصص بسیار میاد پایین در اونجا، برای که تخصص قراردادهایی که میبندن کمتر از شاید گاهی یک ماه. قراردادها سفید امضا است، اصلا هیچ چیز ممکنه بسیار بسیار موقت بشه. در رابطه با مسائلی که قومیت که در خوزستان میفهمه یکی از مشکلات قومیته، این فقط کارگران نیستن که کارگران جوشکار نیستن که بختیاری هستن، بختیاری ها هم جوشکار هستن در اونجا. در خوزستان چند تا قوم اونجا کار میکنه، یعنی کلان کارگرایی که تو نفت کار میکنن، صنایع فولاد کار میکنن و هفت‌تپه، این سه تا شرکت بزرگ خوزستان هستن. به این صورت این سه تا شرکت از لورها حتی که بختیاری هم لورن،
لور بختیاری هستش، لور لورستان هستش، لور دشتستان هستش به این صورت، و از قومیت‌های دیگه عرب هست. خود عرب طایفه‌های بسیار متفاوتی در اونجا هستش، درگیری‌های انجام میشه که اصلا تصور کردنی نیستش بنشی. و این یعنی موقعی که آدم می‌بینه که آقای بخشی یا کسای دیگه در اونجا این وحدت رو به وجود میارن، این وحدت خیلی چیز شکنجه میشه، یعنی همینطوری به سادگی به دست نمیاد. از این جریان مثلا از این مهمتر نقش دولتی در اونجا که از این تفاوت قومیت ها استفاده میکنه و سوء استفاده در واقع میکنه و انجمنهایی درست میکنه، مثل انجمن اسلامی جدیدی که برای هفته به درست کردن، نه انجمنات دولت ساخته است و سعی میکنه آدماش هم، حالا من نمیخوام اسم ببرم، اینا آدمهایی هستن که یه خودم وچه کارگری دارن در گذشته اتفاقا. اینها مثل حالا اسم کوچیک شو میگم، یعنی آقای رضایی هستش اونجا، اینا آدم های چیز هستن که برای دولت کار میکنن و یعنی جز به نفوذی میان و مردم یه مدد زیادی رو مردم مو فریب میدن، کارگرها رو فریب میدن. مسئله که در پیش هستش بینید سازمانه، بینید طبقه کارگر ایران هنوز فاقد حزبه، ضمن اینکه سندیکا و اتحادیه در ایران معنی متفاوتی داره از کشورهای دیگه. در ایران اتحادیه مال کارگران نیست، اتحادیه مال صاحبان سرایه. مثلا موقعی میگن اتحادیه کامیونداران، اتحادیه مال کامیوندارانه و رانندگان دارنده کامیونه، نه فقط چیست و نه فقط اینی که چی دوست، یعنی کارگرها اصلا توش راهی ندارن. اتحادیه مثلا اتحادیه فلزکاران، اتحادیه ریختگران، اتحادیه جای متفاوت که وجود داره مال صاحبان اون صنایع است. سندیکاها هستش که مال کارگران هستش در اینجا، مثل سندیکای فلزکار مکانیک هستن که اونجا که ترشکاران جز اون جریان هستن. خیلی از سندیکاهای دیگه که هستن، اینها سندیکا مال کارگرا هستش. این متفاوت هستش که با اینجا. من تأکید من رو این نکته‌ای که شما اشاره کردید به درستی مطرح کردید که شما از جنبش عقب افتادید، هم تنها شما نیستید، اینجا وظیفه خارج کشوری ها کنشگرا این مخدوش شده، به جای حمایت از مبارزات مردم ایران دخالت در مردم چیز میکنن، مبارزات مردم ایران. و اتفاقا مشکل از اینجا آغاز میشه، در اونجا نیستی. حالا شما به راحتی از آن کردی که از عقب هستی، همه عقبن و از جمله بنده عقب هستم در این مورد. یعنی ما کاری که باید بکنیم، وظیفه ما حمایت، دخالت در این جریان. میتونی نظر داشته باشیم، هر کدوم از ما میتونی نظر داشته باشیم، جمهوری اسلامی این است آن است، همین جریان ها میتونی بحث هم میتونیم با هم دیگه در این مورد بکنیم، ولی اینکه دخالت بکنیم بگیم آقا تو برو این کارو بکن، تو برو این کارو بکن، یا این کاری که کرده غلطه یا چیز نیست، این هست. ما میتونیم وظیفه عمده ای که به دوش کسانی که کنشگر میدونن خودشون و به خصوص در مبارزات کارگری میخوان یه خود نقش داشته باشن و کمک بکنن، این هستش که اطلاعات که در جهان میگذره رو اینو در اختیار اونا بگذارن، تجربیات گذشته رو. خیلی متشکرم. خیلی ممنون، تشکر از آقای جمشید. خانم عمرانی بفرمایید. من اولا که خیلی ممنون، من فکر میکنم تصاویر منو دارید بد میبینید چون اینجا طوفانی شده، امیدوارم که قطع نشن و یه سر و صدایی هم میومد. من اولا خیلی ممنون آقای جمشید، این ترجمه منو اصلاح کرد. من زورم ارزش اضافی بود، درسته؟ surplus value میشه ارزش اضافی به فارسی، درسته؟ بله، منظورم سرپلاس ولیو بود. 100% با تمام صحبتهایی که کردم موافقم و خیلی از جاهای در واقع نگفته من یا کم گفته یا با لک نگفته من به نظر من تکمیل کردم. ممنونم، خیلی ممنون. فقط یه دارم من برم در پنجره ببندم، خیلی تصویر من اینجا وحشتناک شده، میترسم چیزی بسوزم. نفر بعدی آقای ناظر هستن.
آقای ناظر شما خودتون رو آن میوت کنید. چشمت. تا ایشون برگردن. تصویرم چطوره؟ خوبه؟ تصویرتون بله خیلی خوبه. آقای ناظر هستن که سوال میکنن. خانم عمرانی خیلی خوش آمدید و خوشحالم بازم شما رو میبینم. من بیشتر کلاب هاوس همیشه شرکت میکردم در اون برنامه که برای اتصابات کارگران صنعت نفت داشتید. به نظر من بحثی که شما میکنید در مورد مسئله موقعیت طبقه کارگر ایران به خصوص در بخش به اصطلاح کارگران موقت، ما نمیتوانیم یعنی این بحث رو بکنیم بدون اینکه بدونیم به اصطلاح چه روند تولیدی در جامعه ایران وجود داره. سوالی که آقای ذوالفقاری داره میکنه این از که فکر میکنه که در ایران یک شیوه تولیدی متفاوتی وجود داره از سرمایه داری، بنابراین صحبت در مورد مثلا اتصابات طبقه کارگر یا چیزهای دیگه یا اینکه اصلا ایران این ایران مثلا شیوه سر تولید سرمایه داری داره بی اساسه. به نظر من این گونه نیست. ایران شیوه تولیدش سرمایه داریه، ولی عناصری در این شیوه سرمایه داری وجود داره که ما باید بهش اشاره بکنیم. یکی از دلایلی هم که ما بایستی به این نکته بپردازیم این است که اگر ما ندونیم این شیوه این عناصری که در روند سرمایه در این شیوه تولید سرمایه داری نقش بازی میکنن، در حقیقت روزی که بخوایم به اصطلاح استراتژی بر در این مورد بنویسیم یا دیگران بخوام بنویسن اشتباه خواهند کرد. یعنی به عبارت دیگه ادعای معتقدن که مثلا نیولیبرالیزم در سرمایه داری ایران غالبه. خب این بحثی است که در ایران صورت گرفته. این نیولیبرالیزم رو این گونه تعریف میکنن که کاهش نقش دولته و در عین حال این کاهش نقش دولت همراه میشه با ادغام سرمایه داری در ایران در بازار. خب این بحثی است که ما نمیتونیم به ما ممکنه که اون گونه ادغام نشده باشیم در سرمایه داری جهانی، ولی عناصری از نیولیبرالیزم رو در ایران میبینیم که همون کاهش نقش دولت در ایرانه. این خیلی مهمه که به این مسئله توجه بکنیم. اما در برابر این یک روند دیگه وجود داره که اون هست حاکمیت دوگانه سرمایه داری در ایرانه. حاکمیت دوگانش حاکمیت دولت و بخش خصوصیه. اینجا ما باز دوباره باید یه تحلیل داشته باشیم که به نظر من اون بخش خصوصی آیا همون شرایط همون کیفیت ها و سیاست هایی داره که شما در بخش خصوصی در یک کشوری مثل امریکا میبینید یا نه؟ ولی از یه طرف دیگه شما نمیتونید حاکمیت دولتی رو در سرمایه داری ایران نبینید. ببینید مشکل اساسی ایران اینه چرا این بخش به اصطلاح خصوصی را هر جور شما میخواییم ما هر جور خواستیم بگیم اشکال نداره، ولی اصولا زمانی که دولت وارد یک همچین مرحله میشه یه شریکی رو برای خودش تولید میکنه. دقیقا شما در سال 1920 سرمایه‌داری وقتی با بحران روبرو میشه چه کار میکنه؟ برای حفظ سرمایه قدرت سیاسی خودش رو به یک عناصر دیگه ای میده تا بتونه از این بحران عبور کنه. این بحرانی بوده که شما به نظر من اگر نگاه کنید هم تعریفی که رو مارکسیست ها از این میدن تعریف فاشیزمه که شما در آلمان به نمونه بسیار جالبش رو میدید. من در ایران حاکمیت دوگانه رو بیشتر قبول دارم، ولی نمیتونم نقش نیولیبرالیزم رو که کاهش نقش نیولیبرالیزم رو در ایران نبینم. چرا نمیتونم ببینم؟ به خاطر که دولت جمهوری اسلامی
به خاطر این حرکتی که داره انجام میده از زیر بار خیلی چیزا شانه خالی میکنه. همون حرف زدید، مگه این کار روحانی میگه اینا که کارگر نیستن که؟ چرا ما باید برای اینا یک سری امتیازات قائل بشیم؟ چرا باید قائل بشیم؟ توجهی به همینجور و به اصطلاح یک روندی رو ارائه میده که به اسم میخواد همون حرفی که شما زدید، بازار خودش رو تکمیل میکنه، بازار خودش رو مرمت میکنه. به نظر من خیلی بحثتون درسته، تا زمانی که ما ندونیم چه نوع سرمایه‌داری در ایرانه، آیا نیولیبرالیسم غالبه یا حاکمیت دوگانه، هر نوع استراتژی که بخوایم بریزیم با مشکل روبرو میشیم. از این نظر به نظر من بحث شما ما رو سر یه دورایی میذاره، باید بریم پای این بحث، باید بهش کافی میریم که اینم خوب. امیدواریم در بحث های آنه که شما آمدید اینجا دوباره همراه شما باشیم. خیلی ممنونم از صحبت شما. خیلی ممنون آقای ناظر. خانم عمرانی بفرمایید. ولی من کوتاه میگم چون آقای ناظر هر چی که گفت باش خیلی موافق بودم و ممنون که خیلی هم شیوا و قشنگ توضیح دادن. خیلی خوشحال شدم دیدمتون از نزدیک. من تصدیق شما رو زیاد ندیده بودم و از این آشنایی خوشبختم. من یه چیزی رو میخوام دوباره اذعان کنم. بارها من میشنوم از خیلی از دوستانی که حالا سوسیالیستن که صحبت از این میکنن که سرمایه‌داری سرمایه‌داریه. مسئله پروسه کار و سرمایه رو در همون یه خط فرمولی که مثلا در کپیتال اومده خلاصه میکنن و فکر میکنن که واقعا، من فکر نمیکنم واقعا مارکس هم اینو نمیخواست بگه که انگار آدم ها رو میشه به عنوان عدد اونجا گذاشت و کارش تو من لازم چی میشه، اصلا اینا رو نمیرن سراغش. واقعا من با آقای مهدی ناظر خیلی هم نظرم و تو کنیم واقعیت، یعنی یه چیزی نیستش که ما بیام سرش دیبیت بکنیم. شکل سرمایه داری در زمان متفاوت، نوع شیوه تولید، منابع و مقدار توسعه در جغرافیایی که شکل میگیره و با مردم و حتی فرهنگی که مردم در اونجا دارن شکلش متفاوت میشه، کار و اثری که میذاره متفاوته. در همه آمریکا ما یک در واقع صفکشی بین ترامپ و سرمایه داری که اون از دلش میومد بیرون، اونم سرمایه داری بود که سوسیالیست که نبود که سرمایه داری فکر میکرد، و بایدن هم سرمایه داری به بازار آزاد به شدت در واقع وفاداره. ولی دو تا چیز مختلف میبینیم، دو تا اتفاق مختلف میبینیم، بخشای مختلف جامعه رشد میکنن یا ممکن از روش باز بایستن، و برای ما که کنشگران اجتماعی هستیم خیلی مهمه که المانهای دیگر رو ببینیم. و همینطور که فهم کنم جمشید گرامی بود اگر اشتباه نکنم یا فرشید عزیز بود گفتن، اینه که ما در اونجا حضور نداریم و خیلی از این المانها رو نمیدونیم چیه و تجربهش هم نکردیم، یعنی نه دانشش رو داریم نه آگاهیش رو داریم، و تنها راهی که میتونیم بهش دست پیدا کنیم روزنامه ها و مجلات و خبرهای آنلاینیه که بازم خود کسایی مثل من امثال من که بیرون از ایرانی با چند تا دست واسطه داره به همون میرسه و داریم بیرون میرسه، و این خیلی کار سخت میکنه. و به نظر من ساده کردن قضیه که سرمایه داره سرمایه داری و دیگه تموم شده، خب کاری که ما تو فرانسه کردیم تو ایران هم میتونیم بکنیم، فکر میکنم اشتباه. آقای مشتبه مششعی بفرمایید. بسیار عالی، با تشکر از خانم شادیار عمرانی. با این قسمت آخر صحبت که ما نمیدونیم و از ایران واقعا فاصله داریم کاملا موافق هستم. ولی به هر حال شما یک سری بحثایی رو مطرح کردید خارج از این که داخل در چارچوب اصطلاح عنوان صحبتتون بود یا نه، در حال مطرح شد. مسئله نئولیبرالیسم رو در ایران مطرح کردید. من فکر میکنم که اگر حتی لیبرالیسم و مثل سرمایه‌داری در چارچوب لیبرالیسمش مطرح بکنیم، آزاد بودن سرمایه مطرح چیه، این دیگه ابتدایی ترین به اصطلاح چیزی است که در سرمایه‌داری مطرح میشه. و
بعد نئولیبرالیسم دیگه این دیگه به اوج خودش میرسه، بقیه رقباش رو کنار میذارن، خیلی ساده بخونیش. اگر من به عنوان وستلا دارم اینجوری فکر میکنم، نظریه نمیدم. خب آیا واقعا اگر ما جامعه جهانی رو بگیم به طرف نئولیبرالیسم میره، با اون مفاهیمی که در ایران هنوز دلالی و آزاد نبودن سرمایه، آزاد نبودن سرمایه دار مطرح میشه، آیا نئولیبرالیسم در ایران به جزی افسانه چیز دیگه‌ای هست؟ یا اینکه ما، نمیگم شما این کارو میکنید، ولی هستن کسانی که دارن صحبت میکنن که ما داریم به طرف نئولیبرالیسم میریم، در ایران هم زیاد هستن. خب منم معتقد هستم ایران سرمایه‌داریه، ولی چه نوع سرمایه‌داریه؟ اینو باید به هر حال وجودش رو با جوامع مدرن که به هر حال الان به طرف نئولیبرالیسم رفتن و به هر علتی توضیح بدیم. حالا سوال من مشخص، اگر ایران، اگر معتقد هستیم که ایران نئولیبرالیسم هست، طرف نئولیبرالیسم داره میره، وجود مشترک این نئولیبرالیسم ایران و جامعه مدرن نئولیبرالیسم دنیا چیه؟ سوال مشخص. خیلی ممنون. ممنون آقای مصطفی مصطفی. ببینید نئولیبرالیسم، من گفتم حتی وقتی که کسانی که مدافع نظریات فریدمن و بازار آزاد و اصالت بازار آزاد هستن، وقتی میگیم نئولیبرالیسم میگن این حرفی که چپ ها به ما میزن، نئولیبرالیسم نداریم. لیبرالیسم از دست رفته بود، بازار آزاد از دست رفته بود، روزولت اومده بود دخالت میکرد در بازار، حالا اصلا دین نمیپردازن که بحرانی که سرمایه داری داشت مجبور بود که این کار انجام بده، وگرنه روزولت هم یک سرمایه دار بود مثل بقیه. و ما دوباره اصالت رو برگردیم. اصلا تو تمام نوشتهای فریدمن وقتی که صحبت از عصر جهانی سازی میکنه، جهانی سازی که پیش از حتی میتونم بگم بیش از سرمایه‌داری موجود بود، یعنی ما وقتی در مورد گلوبالیزیشن صحبت میکنیم، یه تم خیلی گونگ، خیلی بزرگیه که تو هر زمانی یه معنی میداده، امروزه یه معنی دیگه میده. سرمایه‌داری به سمت جهانی شدن رفت، چیزی که مارکس هم این رو دیده بود و اینو لاجرم میدونست. مارکس در جلد سوم کاپیتالش صحبت از زمانی میکنه که دیگه پول به کار نیاد و کردیت صحبت بشه، انگار که داره آینده رو میبینه، چیزی که ما امروز تو آمریکا خیلی باهاش معنوسیم. اولین چیزی که در آمریکا میایم اینه که شما ورود کردی به آمریکا و در همین لحظه 300 تا کردیت داری، کردیت اسکور داری، و تو مدت‌ها نمی‌دونی کردیت اسکور یعنی چی، یعنی اعتبار اجتماعی و عددها یعنی چی. ببینید این بازگرداندن چیزی که فریدمن می‌خواست بکنه، دولت خیلی کوچک بشه، دخالت نکنه، اصالت به بازار آزاد برگرده. خب اینو در بقیه سرمایه‌داری هم می‌بینیم دیگه، سرمایه‌داری هم منوط بر بازاره. ولی با در اصلی که لیبرالیسم میاد و گفتمان صلح در که سرمایه‌داری و تجارت صلح میاره و یه سری در واقع اخلاقیات لیبرالی رو هم با خودش میاره، مثل آزادی بیان، آزادی مذهب، سکولاریسم، عرضم به حضور شما دیگه نقش کلیسا به عنوان جان و مال مردم در دستش باشه نیست، خصوصی شدن یا شخصی شدن مذهب و غیره و زاله. بحث این که یواش یواش زنها میان وارد میشن، یعنی خیلی از رشدهای اجتماعی رو با خودش به خاطر اون یه مقدار اخلاق محور بودنش، برای اینکه باید یه کاتی بده با نظام قبلیش، به وجود میاره. اما از دورانی که فریدمن میاد این بخش لیبرالیسم که در پیش بود کاملا از بین میره، یعنی انسان محوری از بین میره و بازار محوری و مانیتوری شدنه حتی انسان و مفاهیم اخلاقی هم بری میشه. فریدمن در هیچ نقطه‌ای به هیچ اخلاقیاتی پایبند نمیدونه بازار و میگه بازار خودش قوانین خودش رو میچینه.
به همین خاطره که ما امروز عربستان سعودی رو میبینیم که به شدت مذهبیه و حتی انباشت سرمایه هم دست یک خاندانه، ولی ما در مورد اینکه نولیبرالیسم در اونجا پیاده شده بحثی حتی خودشون هم نمی کنن. یعنی شما تو آمریکا نشستین دیتول دارین استفاده میکنین که شرکت فارس در عربستان سعودی صاحبشه. فاکسی رو میبینین که یکی از سرمایه داراش جدا از مرداک و غیر و زالک سعید ارزم به حضورتون بنتلاله، یعنی ورود کرده حتی تو خونه های ماها که اینجا هست، یا حتی چین کمونیست رو میبینید که هر روز ما حتی داریم در آمریکایی که پرچم نولیبرالیسم دستشه به عنوان مصرف کننده تولیدات اونجا میبینید، در هر جور یه شکلی پیش میره. جناب ترامپ تشریف میبره با آقای دست میده در کره شمالی که همواره سر مسئله حقوق بشر هیچ کشوری باش سر سازگاری نشون نداده و خیلی راحت برمیگرده میگه اینا دیگه برای من مهم نیست، مسئله اینه که ما به یک صلح اقتصادی برسیم یا نظامی برسیم. میخوام بگم که این که جمهوری اسلامی چون ایدئولوژی داره نمیتونه واره به خاطر ایدئولوژی اسلامی و اینکه این ایدئولوژی اسلامی میاد نقشه بخش خصوصی رو کوچیک میکنه به سلول هایی که خودش میدونه باید اینها بیان جلو، یعنی من شادیار عمره نمیتونم همجوری برم واسه خودم اونجا کارخونه دار بشم و یکی وصل باشم به رژیم و اون برنامه ها رو پیش ببرم، لزوما این باعث نمیشه که نتونه ورود بکنه به بازارهای فرامرزی و وارد جنگ هایی بشه برای مسائل جهانی سازی. تمام این تحریم میشین تحریم نمیشین، آمریکا دشمنه، دشمنیست بر سر این رقابت که جمهوری اسلامی برعکس هر حکومتی که شاید میومد سر کار و روابطش با غرب سعی میکرد خوب نگه داره، حاضر نمیشه که این شکست رو بپذیره و بگه که خیلی خوب بیا کارخونت رو اینجا بزن و من میشم حوزه صدور سرمایه، من بهت کارگر مجانی میدم، بهت نمیدونم منابع مجانی میدم، پروداکتات هم میخرم، به من وام بده میخوام مفروضت بشم. یعنی تمام این سر این جنگه که چقدر جمهوری اسلامی میتونه با توانی که داره با این همه تحریم ها با این دشمنی هایی که درست میکنه در مقابل غرب و کل غرب در بیاد، همیشه این نقطه بوده که ما به عنوان اپوزیسیون روش خیلی مانوف اومدیم و همواره سر یکی یه دفعه پیدا شده، روسیه یه ها پیدا شده، امروز چین با 25 سال میاد و خودش رو میذاره پشت جمهوری اسلامی که قراره بیفته توی این رقابت من پشتتم. و من فکر میکنم که خیلی اهمیت نداره که جمهوری اسلامی آیا مورد تأیید جامعه غرب قرار بگیره و این پروسه جهانی سازیش رو بتونه گسترش بده یا بخشی به ترتیب محل صدور سرمایه، این به نظر من هیچ اهمیتی در سبک زندگی آحاد مردم و بالاخص طبقه کارگر نداره، چون در هر دو صورت پالیسی هایی داره اتفاق میفته که پالیسی بهش اصطلاحا میگن نئولیبرالیسم، در واقع پالیسی های همون سرمایه داریه که اصالت انسان ازش کامل گرفته شده و اصالت بازار و اینکه چرا خدمت میکنه به این بازار مطرح شده. خیلی ممنون، تشکر از خانم عمرانی. آقای جمشید اجازه بدید آقای امیری برای اولین بار سوالشون رو بپرسن و بعد به شما نوبت بدیم. خیلی ممنون. آقای امیری بفرمایید. سلام خانم، خیلی ممنون از صحبت بسیار خوب. ما متاسفانه دیر رسیدم به بحث، خیلی یه سوال کلی دارم چون مطمئنم صحبت هایی که من میخواستم بکنم اینا شده،
و معذرت میخوام از اینکه اگر این سوال هم شده و شما جواب دادید و مکررن به سلاب ممکنه جواب بدید. سوال من در ارتباط با همین صحبت های واقعا نئولیبرالیسم و به اصطلاح مسائلی که یا ترفندهایی که این نوع به اصطلاح رشد رو در سرمایه‌داری به وجود آورد توی دنیای کنونی. ما به اصطلاح اگر نگاه بکنیم بعد از سالهای به اصطلاح 1960 حتی در اون دوران و آرام آرام بعد از فروپاشی به اصطلاح شوروی، رشد یا رشد فرهنگی جوامع سرمایه‌داری رو یه جوری دیگه می‌بینیم. بعد به این نتیجه می‌رسیم که خب با توجه به این که ما در دوران مارکس و اون دورانی که مثلا در کارخونه‌های ریسندگی بسیار تاریک مثلا انگلیس دیگه نیستیم و یه در یک دورانی دیگه هستیم و به نظر می‌رسه که فرهنگ چیزی از مثلا ارزش اضافی به کلن صحبت ها و شاکلیت هایی که مارکس در کنار ما در مقابل ما گذاشته برای تعریف و مثلا طبقه بندی کردن مثلا کلاس های مختلف جامعه دیگه از اون به نظر میرسه که فاصله گرفتیم. یعنی مثلا در جامعه کنونی ایران رو در یک زمانی ما فقط کارگران سخت شرکت نفت و کارگران به اصطلاح فنی و غیره رو بیشتر کارگر می‌شمردیم، ولی الان در کنار اینها معلمین به اصطلاح کادرهای پزشکی نرس‌ها بقیه اینها رو هم در به اصطلاح این چارچوب کارگری می‌بینیم. خب چرا تعریف ما عوض شده و چرا دیدگاه جهانی نسبت به این نوع به اصطلاح طرفند تغییر کرده از این هاردکور به اصطلاح کلاهپوشان کارگری تا اینکه معلم یا نرس یا به اصطلاح اقشار دیگر جامعه هم به طیف وسیع کارگران شد؟ این حداقل به من نشون میده که نقش فرهنگ به نظر میشه خیلی مهم هست. با توجه به عمده بودن نقش فرهنگ در جهتیابی سرمایه‌داری، اصلا سرمایه‌داری خب بخشی از وجود تمام انسان‌هایی که روی کره زمین هستن، یعنی همونجوری گفتی دانش و بینش انسان‌ها در مجموعه کلی این طرفند مثلا جامعه جهانی رو مشخص می‌کنه. همین نئولیبرالیسمی که ما می‌گیم یک مثلا سیاست روبنایی هست از جامعه سرمایه‌داری و در نتیجه ما می‌دونیم که این فرهنگ هست و این فرهنگ رو در کل جهان وقتی که تعمیم می‌دیم می‌گیم پس اگر واقعا فرهنگ می‌تونه جهت سرمایه‌داری رو تغییر بده، پس نقش فرهنگ هم آیا موازی و در کنار به اصطلاح و همون اهمیتی که به اصطلاح نیروی کار و ارزش کار هست، آیا فرهنگ هم هست؟ و اگر هست ما چطور میتونیم در جوامع مختلف با توجه به رشد فرهنگی در این جوامع میتونیم به رشد به اصطلاح طبقات زحمت کش، طبقاتی که به اصطلاح حالا نمیدونم واقعا چه اصطلاحی براش بکار برن، غیر اصطلاح غیر سرمایه‌دار استفاده بکنیم. یعنی اینکه اگر بخوام سوال رو اینجوری طرح بکنم، نظر شما در ارتباط با فرهنگ و وزنه همون میزان قوی در مقابل نیروی کار و مثلا که بخوایم بگیم طبقه کارگر چی هست و شما چطوری نمیبینید؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون آقا امیری، خیلی سوال خوبی کردین و راستش خیلی تخصص منم فرهنگه، چون من دو جغرافیای انسانی در بخش فرهنگ و کار میکنم. خیلی حرف دارم بزنم و فکر میکنم میشه یک جلسه ای اصلا در مورد مسئله فرهنگ و نقش فرهنگ در تثبیت نوع خاصی از شیوه تولید صحبت کرد، ولی من خیلی مختصر سعی میکنم جواب بدم. ببینید، یعنی به صورت
شعاری و گزاره وارد نمیتونم وارد بحث بشم یا بازش بکنم. نظرم رو میگم خیلی فهم میکنن که فرهنگ، یعنی خیلی اکونومیستی به قضیه نگاه میکنن، فرهنگ روبناست زیربنا اقتصاد و به اونجور که مثلا مارکس گفت فرهنگ طبقه کارگر فرهنگ حاکم و نصف جمله شو بخواهیم برقیه جمله خونده نمیشه که نه اینطور نیست. یعنی فقط این نیستش که زیربنای اقتصادی حامل در واقع المان هایی باشه که اون المان ها میتونن یک فرهنگی رو شکل بدن. البته اینطوری بوده، اینطوری هست. وقتی ما میگیم پدر سالاری، خب قطعا وقتی که نیاز تولید بر فرزند آوری و کار روی کشتزار باشه، خود به خود زنی که 9 ماه حامله است و بعدم شیر میده میره در خانه و پسر و تعداد پسرهای بیشتر روی زمین میتونه یک سرمایه به حساب بیاد و یواش یواش بر این اساس پدر سالاری هم شکل پیدا میکنه و حتی رنگ و چیزش هم دائما تغییر میده. درسته، اما این کامل نیست. این نصف یک داستان دیدن هست، بلکه این فرهنگی که ساخته میشه به عنوان پروداکت انسانی و هستی اجتماعی، ما هستی اجتماعی رو با فرهنگش میبینیم. اگر یک جامعه ای زبانش، فرهنگش، در واقع آنچه که اون جامعه در با هم دیگه تقسیم میکنن و میسازن تولید میکنن از بین بره، اون جامعه اصلا پاشیده، اون جامعه نیست. ما مثلا لولوبی ها رو الان نداریم چون اون فرهنگ از بین رفته، در حالی که شاید اون انسان ها زنده بودن. به هر حال با جنگ ها، ازدواج ها، الان نگاه بکنید ژنتیک، شاید مثلا به لولوی ها برسیم، ولی چون فرهنگش از بین رفته، حیات بشری اون جامعه از بین میره. در نتیجه خود همین فرهنگ به عنوان یک بخش مهمی در اینکه چه نوع شیوه تولیدی در یک جای گسترش پیدا بکنه، چه نوع شیوه تولیدی انجام نگیره و حتی چطور بتونه جامعه در مقابل قدرتی که بر سرش هست، میتونه قدرت حکومتی باشه، میتونه قدرت اقتصادی باشه و غیره و ذلک، خودش رو سازمان بده. اینجاست که ما این وام داریم و امیدوارم یک زمانی وقتی باشه ما در مورد مسئله فرهنگ صحبت بکنیم که ما چجوری میتونیم روی این فرهنگ تاثیر بذاریم و چقدر داریم تاثیر میگیریم در این جهانی سازی که همه چیز الان نه از تلویزیون بلکه از یه گوشی موبایل خیلی کوچیک داریم به دنیا نگاه میکنیم. خیلی ممنون خانم عمرانی، بسیار عالی بود. آقای جمشید بفرمایید. مجدداً خیلی متشکرم و که این وقت رو دادید. من زیادم علاقمند نیستم که دو طرفه چیز کنم، منتها بحثایی که این همین آخری صحبت کردید جای خیلی حرفی بنازن. این فرهنگ هستش که مناسبات تولیدی رو شکل میده، این دیگه خیلی به نظر من سیزه. ولی در رابطه با این که دوستان ما مطرح میکنن که اگر نیولیبرالیسم هستش تو ایران، من نمیخوام بگم که هستش یا نیست، ولی مناسبات سرمایه‌داری هستش در ایران، میبینید هم بزرگان، هم مارکس گفته در رابطه با، هم بعدن تروتسکی گفته و بعدن خیلی کسای دیگه مطرح کردن، رشد ناموزون و مرکب سرمایه‌داری. یعنی لزومن سرمایه‌داری همه جا یک جور جلو نمیره، به شکل‌های متفاوتی به جلو میره و همین دلیل هم استراتژی‌های انقلابی هر کشور متفاوته. حتی در یک کشور مناسبات اقتصادی در همه جاهاش یکسان نیست. مثال که بزنیم، مشاهدات من در رابطه با خود ایران رو مثال بزنم، در اینجا یعنی شما خوزستان و آذربایجان، خراسان، کردستان، اینجا رو که نگاه میکنید، هم از نظر نوع توسعه سرمایه‌داری، نوع کارخانجاتی که اونجا رفته متفاوت هستش. در نتیجه اتفاقا همین این مناسبات رو فرهنگ اون جامعه هم تأثیر گذاشته و این فرهنگ اون جامعه ها با رشد متناسب و ناموزون که در جامعه هستش با هم دیگه متفاوته.
از اون خیلی دقیق‌تر که بخوام بریم در یک کارخونه حتی. در یک کارخونه مناسباتی که موجود است تو اون کارخونه، بخش‌های متفاوت کارخونه، مثلا فرض کن تعمیرات، اینها به دلیل درگیریشون با مناسبات پیچیده‌تر صنعتی نسبت آگاهیشون با کسانی که تو خط تولید کار میکنن متفاوته، علارغم اینکه کارگرای خط تولید تعیین کننده تر هستن. یعنی تو کارخونجات که مثلا من کار میکردم، اگر خواسته های کارگران بخش تعمیرات هم لازم بسن، علارغم اینکه هم از نظر آگاهی بیشتر بالاتر بودم، هم از نظر سواد اکادمیکی بالاتر بودن، ولی اون کارگرایی که تو خط تولید بودن حق اینا رو میگرفتن. یعنی با یه دور بین دو شیفت یه دور حوض میچرخیدن حقشون رو میگرفتن، برای اونا رو میگرفتن. یعنی به این شکل ساده برخورد کردن که اگه اونجا سرمایه‌داری پچه فرقش با آمریکا هستش، به نظر من ندیدن این رشد ناموزون سرمایه‌داری هستش، به تبع رشد ناموزون آگاهی که در ارتباط با توسعه هستش، به این شکل مطرح هستش. در واقع میخواستم اینم اشاره بکنم که این خیلی معتقد هستن که یه سری مثلا چهار تا روشن فکر این جریان تونستن اروپا رو نجات بدن و تغییر بدن، اینطوری نیست. یعنی به این سادی کردن قضیه هستش، بهش میگن ریداکشنیسم انگلیسیش. یعنی این نیست هستی. آیا سوال این است که این آدم ها بودن یا جامعه بودش که آدم ها رو ساخت و همین آدم ها جامعه رو تغییر دادن؟ یه بخشه به این معتقد هستن، یه عده میگن نه، این آدم ها ذاتن تونستن چیز بودن، چهار تا روشن فکر اومدن تونستن چیز کنن. همینجا هم سخنرانی شده گفت آقا لزومی نداره همه تا روش آدم های روشنی باشن، 5-6 تا آدم روشن باشن کافیه. یعنی اینقدر بها دادن به دانستن چند نفر که خود اینها محصول جامعه هستن. یعنی از کجا میاد پایین؟ معلم اینایی کیا بودن؟ یعنی به این صورت، یعنی من فکر میکنم که یه خورده بحث که شما پیش کشیدی این جریان رو وارد بحث‌های بسیار پیچیده و در هم تنیده است. یعنی اینطوری نیست فقط پیچیدگی به خاطر تعدد مجهولاتش، بلکه به هم دیگه هر کدوم از اینا در هم تنیده است، به عبارتی میگن دیالکتیکی تو هم دیگه رفته اینا رو. هست همین عرضم بود خدمت در اصل. خیلی متشکرم که این بحث رو آوردید اینجا و بسیار آموزنده بود. تسلط شما به خیلی خود سخنرانی به نظر من شایسته تقدیر. خیلی ممنون آقای جمشید. خانم عمرانی بفرمایید دیگه، ما در جنبندی بفرمایید و اگر مطالبی دارید در ادامه صحبتاتون بفرمایید. ممنون آقای جمشید. من فقط یه نکته رو بگم، من نگفتم که، یعنی اگر من گفتم احتمالاً اشتباه جملاتم بوده که فرهنگ سرمایه‌داری می‌سازه، نه، گفتم که تأثیر متقابله. یعنی وقت فرهنگی که ساخته میشه، مشخصا دارم میرم تو مکتب برمینگهام، این فرهنگ خودش یک رزیستنسی رو، یک مقاومتی رو ایجاد میکنه که این مقاومت در روش برخورد جامعه با شیوه های جدید سرمایه نقش بازی میکنه. به همین خاطر در یک سری از جاها شما میبینید که مثلا نوع خاصی از سرمایه داری خیلی مورد اقبال عمومی قرار میگیره. این چیزی که خیلی مشخصا در مورد کار اجتماع اندازم هم که وقتی صحبت میکرد مارکس، در مورد اینکه نقش جامعه در ارزش گذاری اون کار در مدت زمان مشخص چی میتونه باشه، بحث رو باز کرد که خیلی گسترش نداد و بعد در واقع کالچورالیستای مکتب برمینگهام اومدن روی این بحث کردن. بحثی که آقای جمشید میکنه خیلی من باش موافقم. روزا لوکسانبورگ و دیوید هاروی هم در یک گفتگویی در مقابل روزا لوکسانبورگ بر همین صحبتی که آقای جمشید میکنن میاد بحث رو گسترش میده. دوستان اگر علاقه داشتن فکر میکنم میتونن حتی به ساعت رایگان به اینترنت هست میتونن مطالعه بکنن و خب سوال های جدیدی رو باز میکنه که این توزیع ناموزون، بخشید این توسعه ناموزون در کجا میاد به قول روزا لوکسانبورگ این دامپسترش رو، این آشغالاش رو قرار کجا دفع کنه.
و چرا باید همواره انگار ما یک جنوب جهانی که حالا امروز اسمش رو میزنیم جنوب جهانی انگار موجود باشه. بحث بکنم و من خیلی موافقم با آقای جمشید عزیز در مورد اینکه ما امروز در مورد یعنی تیترمونم در مورد کارگران و شرکت نفت و اعتصابشون از پیدایش تا چشمانداز بود، یعنی پیدایش و چشمانداز. من سعی کردم که فقط قضیه یک روایتگری گزارشات نباشه. این مدت خب خیلی کار کردیم هممون و فکر کنم خیلی خوب با اینکه خیلی هم هنوز ناراحت هم خیلی از کارگری که میگن کم کار شده و بهش پرداخته شده، ولی در جریان گزارشات بودیم کما بیش. آنچه که باعث این اتفاق شد برای من اهمیت داشت که چرا و چه اتفاقی داره در ایران میفته. جنبش کارگری چرا مطالباتش خیلی داره شبیه به هم میشه؟ سوالی که دوست قبلیمون آقای امیری کردن که فرصت نمیشه واقعا امروز جواب بدین، ولی بحث سر اینه که اصلا طبقه کارگر ما چقدر میتونیم امروز مثلا آیا کسی که داره برای یک شبکه تلویزیونی کار میکنه و بر نوازندگی داره میکنه، این آیا طبقه کارگر میشه یا نه؟ آیا اون هنرپیشه یا اون فوتبالیست طبقه کارگر یا نه؟ آیا بس درآمد میگیم؟ آیا رابطهش با کار میگیم؟ یا هنوز اون چیز کلاسیک کارگر حتما یک مرد توی یک کارخونه صنعتی بغل کوره وایستاده تو ذهنمونه؟ در مورد اینا میشه خیلی ساعت و حرف زد و توافقی هم در بین حتی چپ ها نیست. گرایش های مختلفی هست که من یک گرایش و شاید تمام حقانیت هم در من نیست، باورم به این سمت و این گرایشه و در این گرایش من سر همینم بحث میکنم که ما باید امروز در مورد اینکه طبقه کارگر چیست بشینیم چون و دوباره یه سری تعریف هایی بکنیم، چون نیاز داریم ما به نقطه‌ای که بتونیم اتحاد به دست بیاریم. این اتحاد زیر چه نوع سازماندهی ممکن برای ما موجود باشه؟ درسایی که این اعتصابات به ما میداد همین بود که الان بیشترین دغدغه سر مسئله سازماندهی. اگر دنبال بکنید کانال‌های این کارگران رو مثل فیتر ایران و غیره، می‌بینید که دائما در این چالش این هستن که این اتحاد حفظ بشه و بتونن به نتیجه برسن. یعنی ما هنوز در این مورد خیلی مشکل داریم و برای این مجبوریم خیلی تعریف‌ها رو دوباره انجام بدیم، به خصوص که ما در آستانه تولد نوع جدیدی از سرمایه داری، نه سرمایه داری، در واقع شیوه تولید هستیم که به شدت وابسته به تکه و به شدت نیروی کار کاملا موقتی و حتی چند دقیقه ای ممکنه باشه و فقط با کلیکش بتونه سرمایه ای رو جابجا بکنه و سودی کسب بکنه یا متضرر بشه. ما در یک زمان تاریخی خیلی مهمی هستیم، هم در ایران هم در خارج از ایران، برای اینکه بتونیم دوباره برای یه سری چیزها رو مشاهده کنیم، مشاهده درست بکنیم، تجربیاتمون رو با همدیگه در طبق اخلاص بذاریم و نقطه های مشترک پیدا بکنیم، چون یه سری چیزها بازتعریف نیاز داره. شیوه تولید، مسیر جهانی سازی، طبقه کارگر جهانی، طبقه کارگر در ایران، محیط زیستش و اون ظروفی که از قبل داریم. این ظروف قبلی میتونه اون جامعه باشه، میتونه فرهنگش باشه، میتونه قومیتش باشه، میتونه جغرافیاش باشه، میتونه هزار یک چیز دیگه ای باشه که اون ظروف هم داریم و این ظروف الان به کجا به کارمون میاد، کجا باید تغییر شکلش بدیم. من فهم میکنم ما در میلنیال جدید ما از سال 2020 شروع شد با اتفاق پندمیک، یک فاصله خیلی طولانی گرفتیم با قبل از اون و مسیری که سرمایه‌داری تا این سالها طی کرده بود یک دفعه یک سرعتی پیدا کرد. کار خانگی الان اینجا نشستم تا اونجا نشستم، یاد داریم کار میکنیم و این یه شرط جدیدی داره به وجود میاد
ایران خیلی دور از این نیست. ما همش میگیم که ایرانی‌ها الان هنوز دارن مثلا با آفتابه میرن که این بر اون بر مثلا دستشون میگیرن. نه واقعا اینجور نیست. ما اگه اینجا اوبر داریم اونجا نه تنها استاپ دارن، چندین شرکت شبیه به اون ساخته شده و به مدل خودش داره کپی برداری های از غرب میکنه و خب شرایط زندگی رو برای طراح کارگر تغییر میده. ما بیشتر اقبال و استقبال در واقع و موفقیت شاید بگم در سطح اجتماعی رو در هنوز که هنوز در کارخانجات صنعتی و صنایع مادر داریم میبینیم و بقیه جامعه مدنیمون به طبقه کارگر که در جاهای موقتی پروژه‌ای، همه پروژه‌ای حالت اغلب موقتی ولی همه موقتی هاش پروژه‌ای نباشد یا برعکس گفته شد اینا داره چه بله سرشون میاد. ما این در اونجا خیلی کم رنگ داریم، اگه اعتراضاتی میشه کوچیکه، خیلی سریع خوابیده میشه و اگه وسعت هم داره مثل آبان ما خیلی سریع خوابیده میشه و ادامه پیدا نمیکنه. ما آبان دومی رو نمیبینیم و شکلش رو در هنوز که هنوزه در صنایع مادر و صنعتی میبینیم و من فکر میکنم که ما همچنان برمیگردیم به درسمون. ما باید شروع کنیم دیتاهای درست جمع کنیم، بتونیم آگاهی که در اینجا به دست میاریم در زیستمون به عنوان کسایی که در این مملکت داریم زندگی میکنیم در کنار دانشی که از اونجا میگیریم بتونیم در کنار هم بذاریم و شاید دانش ما یا آگاهی زیستی ما به درد کسی بخوره و بتونه ازش استفاده کنه. ممنونم که خیلی از پرگویی من در مقابلش تحمل به خرج دادین، صبوری کردین. من خیلی از شما آموختم و خوشحال شدم که در کنارتون بودم. امیدوارم بازم جایی وقتی بشه در کنار شما باشم، فیزیکی در کنارتون باشم. خیلی ممنون از خانم عمرختین، بسیار